با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی روخانی کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما. صبح بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم. ما در خدمت شما قربان. مقدمه بر رستم و اسفندیار نوشته شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب این کتاب رو در صفحات اولش تقدیم کرده به نقالها خادمان بینام و نشان شاهنامه. کتاب مقدمه بر رستم و اسفندیار در 18 بخش هست که البته برای بخش‌های مختلف شماره گذاری نکرده مسکوب، ولی ما حالا برای اینکه مشخص بشه و جدا بشه این بخش‌ها، من این شماره‌ها رو میگم. 1. هزار سال از زندگی تلخ و بزرگوار فردوسی می‌گذرد. در تاریخ ناسپاس و سفل پرور ما بیدادی که بر او رفته است مانندی ندارد و در این جماعت قوادان و دلقکان که ماییم با هوس‌های ناچیز و آرزوهای تباه کسی را پروای کار او نیست و جهان شگفت شاهنامه همچنان بر ارباب فضل دربسته و ناشناخته مانده است. اما در این دوران دراز شاهنامه زندگی صبور خود را در میان مردم عادی این سرزمین ادامه داده است و هنوز هم صدای گرمش گاه گاه اینجا و آنجا در خانه‌ای و قهوه خانه‌ای شنیده می شود و در هر حال این زندگی خواهد بود و این صدا خاموش نخواهد شد و هر زمان به آوایی و نوایی سازگار مردم همان روزگار فراگوش می رسد. اثری چون رستم و سهراب، سیاوش یا رستم و اسفندیار ماندگار است، نه از آن رو که یک بار جاودانه ساخته و پرداخته شد، بنایی بلند بیگزند از باد و باران و پیوسته همان که بود. در این آثار سخن بر سر آن جوهرهاست که هستی انسان را می سازد، بر سر پیوند و جدایی آدمیان است با یکدیگر و مهر و کین آنان با طبیعت و بزرگی در زندگی و مرگ. آنگاه به سبب کلیت جهانی و آشکار کردن ژرف‌ترین دردهای آدمی تا به امروز همپای زمانه آمدند و از آنجا که این دردها تا به امروز بودند و در هر دورانی بشر به نحوی آنها را دریافته است، این آثار خصوصیت تغییر پذیری و کمال جویی خود را از دست ندادند و در هر دوره‌ای آدمیان خود را در آنها باز یافتند. شاید بتوان گفت که این آثار زندگی وابسته‌ای دارند، چون آینه‌های بزرگ و چند رویه با قابلیت انعکاس صورت‌های گوناگون بشری. به سبب همین تحول و ساخت و پرداخت، پیاپی از تطاول ایام جان به در بردند، مثل زمین. در هر عهدی انسان خاکی از برکت آن به نحوی برخوردار بوده است. نه انسان امروز آن انسان جنگل نشین است و نه زمین امروز آن زمینی که آدمیان میوه‌های جنگلی درخت‌های خودروی آن را گرد می‌کردند و در محیطی که خطر همه را چون هوا احاطه کرده بود و شمشیر گرسنگی دم آدم فرود می آمد، به هر تقدیر عمری به سر می بردند. امروز بهار و پاییز دیگری است
و زمین به شکرانه انسان در هر فصل زندگی دیگری دارد، زیرا این خاک پرورنده کشت پذیر است و آدمی کشتکار. از همان آغاز تکوین افسانه های شاهنامه، قصه پردازان از فراز و فرود و مهر و کین، از سروری و پادشاهی و فرودستی و فرمانبرداری، از نیک و بد رفتار آدمی در برابر آفریدگار و جهان و جهانیان دریافتی و تصوری داشتند که جوهر پنهان داستان هاست. در مقدمه شاهنامه ابو منصوری آمده است، این تکه رو مسکوب از مقدمه قدیم شاهنامه به تصحیح محمد قزوینی که در هزاره فردوسی منتشر شده نقل میکنه، نقل قول از شاهنامه ابو منصوری، مقدمه شاهنامه ابو منصوری. پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندرین چیزهاست که به گفتار مر خواننده را بزرگ آید و به هر کس دادند تا از او فایده ها گیرند و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست، چون مغز او بدانی و تو را درست گردد، چون دست برد آرش و چون آن سنگ کجا آفریدون به پای باز داشت و چون ماران که از دوش ضحاک بر آمدند و این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی و سود این نامه هر کس را هست و رامش جهان است و اندوه گسار اندوه جنان است و چاره درماندگان است و این را شاهان کارنامه از بحر دو چیز خوانند، یکی از بحر کارکرد و رفتار و آیین شاهان تا بدانند و در کت خدایی با هر کس بتوانند ساختن، و دیگر که اندرو داستان هاست که هم به گوش وهم به کوشش خوش آید که اندرو چیزهای نیکو و بادانش هست، همچون پاداش نیکی و پادفره فره بدی همچون پاداش نیکی و پادفره بدی و تندی و نرمی و درشتی و آهستگی و شوخی و پرهیز و اندر شدن و بیرون شدن و پند و اندرز و خشم و خوشنودی و شگفتی کار جهان و مردم اندر این نامه این همه که یاد کردیم بدانند و بیابند. اینجا نقل قول از مقدمه شاهنامه ابو منصوری به پایان میرسه، ادامه متن نوشته شاهرخ مسکوب. نویسنده خردمند این مقدمه میخواست که خوانندگان آیین کشورداری را در داستانهایی که به گوش خوشایند بیابند و نیک و بد چیزها و شگفتی کار جهان را دریابند. او کتاب را از دیدگاه جامعه شناسی، هنر، اخلاق و شناخت جهان مینگریست. پس از سرودن شاهنامه نیز فارسی زبانان در هر دوره‌ای زمانه و بازی‌های آن را به نحوی دریافتند و رستم و اسفندیارها را به تعبیر و تأویلی دیگر در خود یافتند. در دوره ترکتازی حاکمان خونخوار مغول که مردم را گروه ها گروه از دم تیغ بیدریق می گذراندند، بلایی موهشتر از این امیران خونریز جبار نبود و در آن روزگار بهترین تفسیر کوتاه و کلی از این افسانه همان است که سعدی کرده است. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. باشد که بدانند چراغ عمرشان در گذرگاه باد است، تا به خاطر این چند روزه دنیا
عذاب آخرت را به جان نخرند و این همه بر خلق خدا ستم نکنند. امروز نیز ما به فراخور زندگی روزگارمان از رستم و اسفندیار چیزی می فهمیم. درد مشترک ما با آنان چیست؟ آیا می توانیم با کتایون و پشوتن همدل و همراز باشیم و بیزار از گشتاسپ؟ آیا سیمرغی روزی به یاری ما درماندگان خواهد شتافت؟ و آیا روزگار بدپرداز هنوز در کمین جان نیکان است؟ بخش دو. نه هرگز مرد 600 ساله‌ای در جهان بود و نه رو این تنی و نه سیمرغی تا کسی را یاری کند، اما آرزوی عمر دراز و بیمرگی همیشه بوده است و در بیچارگی امید یاری از غیب هرگز انسان را رها نکرده است. نه عمر رستم واقعیت است، نه رویینتنی اسفندیار و نه وجود سیمرغ، اما همه حقیقت است و این تبلور اغراق‌آمیز آرمان‌های بشر است در وجود پهلوانانی خیالی. زندگی رستم واقعی نیست، تولد و کودکی و پیری و مرگ او همه فوق بشری یا شاید بتوان گفت غیر بشری است، ولی با این همه مردی حقیقی تر از رستم و زندگی و مرگی بشری تر از او نیست. او تجسم روحیات و آرزوهای ملتی است. این پهلوان تاریخ آنچنان که رخ داد نیست، ولی تاریخ است آنچنان که آرزو می شد. و این تاریخ برای شناختن اندیشه های ملتی که سالهای سال چون این جامعی بر تصورات خود پوشاند بسی گویاتر از شرح جنگ ها و کشتار هاست. از این نظرگاه افسانه رستم از اسناد تاریخی نه تنها حقیقی تر بلکه حتی واقعی تر است، زیرا این یکی نشانه است از تلاطم امواج و آن دیگری مظهری از زندگی پنهان اعماق. اما با این همه افسانه رستم تنها ساخته آرزو نیست، واقعیت زندگی در کار است. این نیرومندترین مردان هم در جنگ با سهراب طعم تلخ شکست را می چشد و در نبرد با اسفندیار در می ماند و سرانجام مرگ که چون زندگی واقعی است او را در کام خود می کشد. حتی اسفندیار بی مرگ نیز شکار مرگ است. واقعیت ریشه این یلان را در دل خود دارد. پهلوانان شاهنامه مردان آرزویند که در جهان واقعیت به سر می‌برند، چنان سربلندند که دست نیافتنی می‌نمایند، درخت‌هایی راست و سر به آسمان ولی ریشه در خاک، و به سبب همین ریشه‌ها دریافتنی و پذیرفتنی. از جنبه زمینی در زمین و بر زمین بودن چون مایند و از جنبه آسمانی تجسم آرزوهای ما و از هر دو جهت تبلور زندگی. واقعیت و گریز از واقعیت آدمی در آنهاست و از این دیدگاه کمال حقیقتند، اما چون این حقیقتی انعکاس ساده و بیواسطه واقعیت نیست. رستم و اسفندیار را گشتاسپ به جان هم می اندازد. او سرچشمه این فتنه و بیداد است. برای شناختن وی باید به دوران شاهزادگی و شاهی او بازگشت. گشتاسپ پادشاهی را از پدر می خواهد و چون به دست نمی آورد به روم می گریزد. قیصر دلگرم به پشتیبانی و زور بازوی او از لهراسب باج می خواهد. شاه ایران می فهمد
جنگاوری که جرأت چنین گستاخی به قیصر داده کسی جز فرزندش نیست. اگر درنگ کند کار تباه خواهد شد و پسر به همراهی رومیان با پدر خواهد جنگید. تخت و تاج را به دست زریر برای گشتاسب می فرستد و این یک هنوز به ایران باز نگشته در روم بر تخت می نشیند و تاج بر سر می نهد و برادر و همراهانش وی را به شاهی می پذیرند و پیمان می کنند. ببخشید. گشتاسب به یاری دشمنان پادشاهی را می گیرد و لهراسب گوشه نشین می شود. او در گیر و دار جنگ با تورانیان دور از گرمگاه رزم بر کوهساری است در پناه از خطر. پس از کشته شدن زریر برای ترغیب فرزند به جنگ فریاد برمی‌دارد که به دین خدا سوگند که پس از جنگ پادشاهی را به اسفندیار و سپهسالاری را به پشوتن خواهد سپرد. لهراسب در نامه‌ای از او چنین خواسته و او پذیرفته است. اما لهراسب چنین نامه‌ای ننوشته بود. گشتاسب دروغ می‌گوید. او یک روز پس از جنگ تازه پای به رزمگاه می‌نهد. چو اندر شکستان شب تیرگون به دشت و بیابان فرو خورد خون، که نامور با سران سپاه بیامد به دیدار آن رزمگاه. رسیده و نرسیده به بلخ و هنوز از خستگی راه نیاسوده، لشکری به نستور می‌دهد تا به جنگ ارجاسب بشتابد و کین پدرش زریر را بستاند. و رفتارش با اسفندیار نیز که به قول خود او منتظر پادشاهی است چنین است. بدو گفت شاه: ای یل اسفندیار، همی آرزو نایدت کارزار. درفشان بدو داد و گنج و سپاه، هنوزت نبود گفت هنگامگاه. پسر را به جنگ می‌فرستد. گرزم به گشتاسب گفته بود که اسفندیار در اندیشه گرفتن و بستن توست تا خود بر تخت نشیند. پادشاه این دروغ را باور می‌دارد و می‌خواهد اسفندیار را به بند کشد، اما این کار چندان ساده نیست، ساخت و ساز تمام می‌خواهد. بزرگان را فرا می‌خواند و می‌پرسد: چه می‌گویید درباره فرزندی که نه تنها تاج و تخت پدر بلکه مرگ او را خواهان است؟ و بزرگان که همان گرزمهایی به نامهای دیگرند میگویند: چنین فرزندی مباد. گشتاسب اسفندیار را در گنبدان‌دژ به زندان میافکند و خاطرش آسوده میشود. گشتاسب که در مهلکه نبرد برای برانگیختن اسفندیار و نجات خود چنان قولی داده بود، پس از دور شدن خطر دیگر دل آن نداشت که از شهریاری دست بشوید. بدین سبب پیوسته در کار دور کردن اسفندیار از خود و شهریاری خود است. گرچه او را به جنگ می‌فرستد، اما این کفایت نمی‌کند. سرانجام دیر یا زود باز خواهد گشت. او باید اسفندیار را از هستی خود جدا کند، روح خود را از اندیشه او برهاند و گرداگرد قلبش حساری رویین بیفرازد تا از آسیب مهر پدری در امان بماند. او نیازمند چنین نعمتی است که در این زمان گرزرم فرا می رسد و با چند کلمه ساده وجدان بی آرام و شاید شرم زده گشتاسب را آسودگی می بخشد. گشتاسب باید دروغ گرزم را باور بدارد و باور می دارد، زیرا این دروغ سروش جان و دل گناهکار اوست. اسفندیار در زندان پدر بود که بار دیگر ارجاسب به ایران تاخت. گشتاسب در تمام دوران پادشاهی همین یک بار پا به میدان جنگ نهاد، اما تاب نیاورد.
گریخت و در کوهی محاصره شد. باز چون مصیبتی بزرگ فرا رسید و کار لشگریان به کشتن و خوردن اسب ها کشید، با مشورت جاماسب دست نیاز به سوی اسفندیار برافراشت و به یادش آمد که تا فرزند را در بند کرد از کار خود پشیمان شد. به وزیرش میگوید که او را ببستم بران بزمگاه به گفتار بدخواه و او بیگناه. همانگاه من زان پشیمان شدم، دلم خسته بود سوی درمان شدم. اما هرگز از درمان خبری نشد و اسفندیار در زندان ماند. آنگاه بیدرنگ خدا را گواه می‌گیرد و سوگند می‌خورد و باز پیمان می‌کند که پس از رهایی پادشاهی را به اسفندیار سپارد و می‌دانیم که چه می‌کند. بار دیگر در تنگنای بیچارگی به سوگند و نیرنگ پناه می‌جوید و چون پسر از زندان آزاد می‌شود و به پدر گرفتار می‌رسد، این یک چرب زبانی می‌کند و تملق می‌گوید و وعده می‌دهد که پس از رهایی در جهان به گوشه‌ای بسنده کند و تاج و دارایی را به فرزند سپارد. جنگ تمام می شود. ارجاسب می گریزد و زمان وفای به عهد فرا می رسد. باز همان روش دیرین. گشتاسب پسر را برای رهایی دختران اسیر به روهیندژ می فرستد که به کام دشمن درآید، تا اگر از چنین سفر بی بازگشتی پیروز بازگشت، پادشاهی را به وی دهد. سرانجام اسفندیار همراه خواهران از توران زمین باز می گردد. گشتاسب همه بزرگان را به پیش باز گرد می آورد. جشن و سور و سرور است، اما از پادشاهی خبری نیست. و پادشاه پیاپی از هفت خان می پرسد تا از آنچه او را نگران می کند سخن به میان نیاید. پس از آن همه صبوری، دیگر اسفندیار از رفتار پدر دلگیر و خشمگین است و سرانجام به زبان می آید که آخر بهانه کنون چیست؟ من بر کیم؟ پس از رنج پویان زبهر کیم؟ پس آن وعده های فریبنده چه شد و آن جنگ های خطیر از هزیمت دادن ارجاسب تا گشودن روهیندژ برای چه؟ تا یکی با جان خود خطر کند و دیگری جان ناسزاوارش را آسوده و ایمن بدارد؟ دیگر کار بر گشتاسب دشوار است. باید این بار فرزند را به جایی بفرستد که بیگمان بازگشتی در کار نباشد. این است که سنجیده گام بر می دارد. نخست از وزیر اخترشناسش می پرسد که مرگ اسفندیار به دست کیست و جاماسب می گوید که رستم کشنده اوست و این مرگی ناگزیر است که نمی توان از آن رهایی یافت. این است که شاه را بداندیشه و گردش روزگار همی بر بدی بودش آموزگار. و آنگاه هست که او را به جنگ یل زابلستان می فرستد و آنچنان می فرستد که جنگ ناگزیر است و مرگ اسفندیار بیچون و چرا. اما برای این بیداد بهانه ای باید. آخر جنگ با رستم برای چه؟ مگر او چه گناهی کرده است که سزاوار چنین پاداشی است؟ در نظر گشتاسب گناهش این است که به مردی همی زاسمان بگذرد، همی خیشتن کهتری نشمرد. به شاهی ز گشتاسب نارد سخن، که او تاج نو دارد و ما کهن. دروغ است، زیرا همین گشتاسب آنگاه که اسفندیار به زندان بود، دو سالی میهمان رستم بود و میزبان و دودمانش همه فرمانبردار پادشاه بودند. بدین سان گشتاسب در حق رستم نیز ناسپاسی می کند. اکنون پاداش آن مهربانی ها جنگ و مرگ و نامرادی است. یک تیر است و دو نشان، هم کشتن این خیش خواستار پادشاهی و هم تباهی آن بیگانه گردن فراز. اسفندیار خود می داند که گشتاسب چه در سر می پرورد و در اندیشه جان اوست که می گوید تو را نیست دستان و رستم به کار، همی چاره جویی به اسفندیار.
دریغ آیدت جای شاهی همی، مرا از جهان دور خواهی همی. نه تنها اسفندیار، نه تنها کتایون و پشوتن و رستم و زال، بلکه همه گشتاسب را کشنده فرزند می دانند. رستم نخستین بار که به سوی سراپرده اسفندیار می آید، هر آن کس که از لشگر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. همی گفت هر کس که این نامدار، نماند به کس جز به سام سوار. خرد نیستن در سر شهریار، که جوید از این نامور کارزار. بر اینسان همی از پی تاج و گاه، به کشتن دهد نامداری چو ماه. این از کاری که گشتاسب با اسفندیار می کند. خوب ترین نعمتی را که زندگی به وی عطا کرده بود، زیر پاهای کافر نعمت خود لگدمال می کند. آیا او می تواند چون این فرزندی را دوست نداشته باشد؟ شاید نمی تواند، اما سلطنت را بیشتر دوست دارد، زیرا وجود او با پادشاهی یکی شده است و بدون پادشاهی از خیشتن او چیزی نمی ماند. عشق او به شهریاری چندان بود که از همان آغاز جوانی با پدر در آویخت و آواره دیار دور شد. دیو این شهوت تمام شخصیت او را بلیده است. پس مهر پدری کجاست؟ او در پاسخ فتح‌نامه‌ای که اسفندیار از رویندژ برایش فرستاده میگوید: درختی بکشتم به باغ بهشت، که از آن بارورتر فریدون نکشت. برش سرخ یاقوت و زر آمده است، همه برگ او زیب و فر آمده است. بماناد تا جاودان این درخت، تو را باد شادان دل و نیک بخت. منم کارنده و بیخ آن درخت باربری، که چنین بری دارد. در اینجا فرزند به کار گشتاسب می آید. چیزی است گرانبها از آن او که دشمن را سرکوب می کند و او همچنان پادشاه پیروزی است. گشتاسب پسری می خواهد از آن خود، که خود چیزی جز پادشاهی نیست. اگر به سود این پسر از پادشاهی کنار کند، دیگر او خود نیست تا پسری برایش باشد. پس از مرگ اسفندیار، آنگاه که پشوتن و مادر و خواهران اسفندیار و بزرگان بر وی میشورند، چند کلمه ای از پسر میگوید و در آن قلب فاجعه کمتر از این چه میتواند بگوید. گویی صخره ای است که چون زاری های کسان در مرگ عزیزی به او میرسد، واگوی آن را سرد و بیروح باز میگرداند. همی گفت گشتاسب که پاک دین، که چون تو نبیند زمان و زمین. پس از روزگار منوچهر باز، نیامد چو تو نیز گردن فراز. بیالود تیغ و بپالود کیش، مهان را همی داشت بر جای خیش. و تازه با این همه به خود باز می گردد. پسری را می ستاید که پهلوان دینیست، که او پادشاه آن است. بزرگان را هر یک بر جای خود و جهان را به سامان داشت، جهانی که اگر آشوب و دگرگونی در آن راه یابد، به کام دل ارجاسب و دیگر دشمنان دین نو و به زیان گشتاسب و پادشاهی اوست. تنها یک بار پس از سرزنش‌های پشوتن، اخگر بیفروغ پشیمانی در دلش راهی می‌یابد و سپس بیدرنگ می‌افسرد. پشوتن هماندرز بهمن به رستم بگفت، برآورد رازی که بود از نهفت. چو بشنید اندرز او شهریار، پشیمان شد از کار اسفندیار. همین و بس. و چون دخترانش به هافرید و همای می آیند و زبان به سرزنش وی می گشایند، مردی که هرگز از خود بدر نشده و شهربند خیشتن خود است، به پشوتن می گوید
برخیز و آبی بر آتش اینان بریز. شهریار حوصله فغان و زاری ندارد و پس از کشتن اسفندیار خواستار دمی آسودگی است تا نفسی براحت بکشد و پشوتن آنها را از نزد پدر میبرد. حتی در آستانه بیابان مرگ که ای بسا به سبب تنهایی و نیستی انسان از همیشه صادق تر است، نمیتواند هستی خود را چون وجودی گذشته بنگرد و بسنجد. پادشاه جاماسب را فرا خواند و بدو گفت که از کار اسفندیار چنان داغ دل گشتم و سوگوار که روزی نبود زندگانیم خوش، دژم بودم از اختر کینه کش. البته اونو باید خوند اینجور که روزی نبود زندگانیم خش، دژم بودم از اختر کینه کش. نه از کار خود شرم زده است و نه بر آن یل جوانمرگ میگرید، در افسوس آن است که به سبب اسفندیار داغدار و زندگیش تلخ شد و البته این همه را گناه خود نمی داند. گناه از اختر کینکش است، از ناشناخته ای دور و در نیافتنی که گشتاسب را در بدخواهی و بدکاری او سهمی نیست. این مرد پرگاری است که پیوسته به دور خود می گردد. در تمام شاهنامه کسی تبهکارتر و دلاسوده تر از این فرزند کش نیست. درست به خلاف کیخسرو پادشاه خرد و رادمردی، گشتاسب شهریار دسیسه و خودپرستی است که ناروا بر تخت اهورایی سلطنت بهدینان جای گرفته است. بخش چهارم. چون این است گشتاسب شاهنامه. اما در اوستا پادشاهی پارساتر از گشتاسب نیست. او جانپناه زرتشت و نخستین مجاهد این دین اهورایی است. اوستا در ستایش او چنین می سراید. این تکه از فروردین گشت بند 99 ترجمه استاد پور داوود گرفته شده. فرهوهر که گشتاس به دلیر تن ایزدین کلام گرد قوی آزنده اهورایی را می ستاییم که با گرز سخت از برای راستی راه آزاد جست، که با گرز سخت از برای راستی راه آزاد یافت. کسی که بازو و پناه این دین اهورایی زرتشت بود. پایان نقل قول. دینکرد نیز که بیشتر معرف آیین زرتشتی دوران ساسانی است، گشتاسب را چون پادشاهی دیندار و کشوردار، خردمند و نمونه می ستاید. زمان ساسانیان دوره رسمیت و رونق مزدیسنا بود و در اواخر همین دوره، یعنی سده های پنجم و ششم و هفتم میلادی، داستان های قدیم به صورت قطعی چنان که در خدای نامک یا همون خدای نامک ضبط شده در آمده است. این جمله نقل شده از کتاب کریستیانسن به نام ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی. بنابراین در یک دوره تاریخی بهترین پادشاه دین به صورت بدترین شخصیت حماسه ملی پیروان همان دین در آمد. گشتاسب محافل رسمی مردی مرد بود و گشتاسب مردم مردی نامرد. در دوره ساسانی پادشاهی و دین دو بازوی همدست و دو سازمان پیوسته به یکدیگرند. پادشاه وجودی الهی و پادشاهی موهبتی مینوی و از آن دارندگان فره ایزدی است. در اجتماع ساسانی شاهنشاه مظهر نیروهای زمینی و آسمانی
و پیوندی است میان ایزدان و آدمیان. شاپور اول خود را بق شاپور، شاه شاهان، شاهان شاه ایران و ان ایران که چهر یا نژاد از ایزدان دارد. در پانویس اومده که این از کتیبه کعبه زرتشت است و آقای بهرام فرحوشی دوست ارجمند شاهرخ مسکوب ترجمه این عبارت رو براش تقریر کرده. بله، شاپور اول خود را بغشاپور شاه شاهان، شاهان شاه ایران و ان ایران که چهر از ایزدان دارد می‌داند. پادشاه ساسانی شاه شاهان همتای اختران، برادر خورشید و ماه است. انوشیروان می‌گوید که به صورت یزدان آفریده شده و خسرو پرویز خود را انسانی جاویدان در میان خدایان و خدایی بسیار توانا در میان آدمیان می‌نماید. این جمله نقل شده از کتاب تمدن ساسانی نوشته علی سامی. شاهنشاه در رأس طبقات سگانه اجتماعی یعنی روحانیان، جنگیان، کشاورزان و پیشوران بود و نقشی سگانه داشت. نقش این سه طبقه اجتماع در هستی انسان خدای او متبلور می شد. او به عنوان نخستین روحانی و نخستین روحانیان نشان اهورامزدا و نیروهای مینوی در گیتیک در عالم محسوس و نماینده بهدینان در مینوک در عالم ماورا بود. چون این پادشاهی در نبرد عالمگیر نیک و بد سردار سپاه نیکان است در جنگ با اهریمنان و مزد یسنا خرد آگاه خدا و آدمی نه تنها راهنما که سلاح و سرچشمه پیروزی در این نبرد است. چنان پادشاهی باید امپراتوری ساسانی را به سامان دارد و نبرد اهورا و اهریمن را در گیتی هدایت کند. پس مزد یسنا نیز برای پیروزی بر دیو یسنا، بدآموزی و خودکامگی اهریمن وابسته به نیروی پادشاهی است. این پیوستگی پادشاهی و دین سرچشمه توانایی و ناتوانی آیین زرتشتی است. در نخستین دوره‌های گسترش امپراتوری و تمرکز قدرت ساسانی، مزد یسنا تنها دین رسمی شاهنشاهی نیز همچنان که رواج می‌یافت در دست روحانیان متمرکز می‌شد. سپس دوری نظام شاهنشاهی از مردم و ناتوانی آن دین را از مردم جدا و آن را ناتوان کرد. مزد یسنا پوک و بیجان می شود. آنگاه گشتاسپ این کتاب اوستا را اندر گنج خانه خیش بنهاد. خانه ای از سنگ و موکلان را بر آن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن نداد الا خواص را، و امروز به دست همه مغان اندر نیست و آن کسانی که دارند تمام ندارند. این تکه نقل شده از تاریخ طبری، تصحیح استاد بهار و گنابادی. نیبرگ نیز عقیده دارد که اوستای مدون در حیات جامعه و عامه مردم تأثیر عمده نداشته است و فقط دو یا سه نسخه از آن موجود بود که در مراکز عمده دینی و سیاسی کشور نهاده بودند. این باز این جمله آخر از کتاب مزد یسنا و ادب پارسی از کریستنسن نقل شده. ادامه متن: و این در حقیقت نشانی از پنهان داشتن کتاب است در دوران ساسانیان نه گشتاسپ. بدین سان نگهبانان و پاسداران دین آن را در اشرافیتی تنگ نظر و سودجو محبوس کردند. دولت ساسانی در شخص شاه جسمیت و تحقق می‌یابد. در اندیشه و عمل بدون نظام شاهنشاهی
نیروهای اقتصادی، نظامی و اجتماعی دولت چون اندامهای پراکنده کالبدی هستند که به صورت یک تن واحد در نمی آیند. در این دوران دولت شاه و دین زوجی همداستانند و سرنوشت آنها به یکدیگر بسته است. دولت ساسانی با قدرتی بی منازع و بسیج همه امکانات اجتماع توانست 4 قرن در برابر امپراتوری روم بایستد و با جنگ‌های پیاپی نه تنها مرزهای کشور را نگه دارد، بلکه گاه گاه آن را فراتر نیز برد. اما همین جنگ ها نیروهای اقتصادی و اجتماعی کشور را در خود کشید و سرانجام هیولای تنومند امپراتوری خسته و بیرمق بر جای ماند. در داخل نیز گروه های طبقاتی در چهارچوب تنگ نظام کاست اسیر شده بودند و کسی نمی توانست از گروه اجتماعی خود به گروه دیگری راه یابد مگر با اجازه شاهنشاه که مظهر نیروهای اجتماعی و ماورای اجتماعی بود. دودمان شاهی، موبدان و ارتشتاران و دبیران بزرگترین گروه‌های ممتاز امپراتوری ساسانی بودند و بار سنگین مالیات‌ها بر دوش انبوه شهریان و روستاییان بود. فقط روستاییان را به سربازی فرا می‌خواندند و اینان پیادگانند با بدترین و بی اثرترین سلاح‌ها. این است حال و روز کشاورزانی که اوستا کتاب آنهاست و اوستا دامداری و کشاورزی را نیکو می‌داند و بزرگ می‌دارد. تمرکز امپراتوری ساسانی امکانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقات و شهروندان را به دولت منتقل می کند. پس از چندی دولتی هست که همه توانایی عملی و فکری شهروندان و آزادی عمل اجتماعی آنان را که در تنگنای نظام کاست ها افتاده فرو خورده است و مردمی که از امکانات اجتماعی خود جدا مانده اند افرادی هستند غیر اجتماعی. قدرت حرکت و توانایی زیست اجتماع تباه می شود و دیگر دولت پیکری عظیم و تنومند است با سلولهای مرده. دین پیوسته به این دولت نیز از چنین سرنوشتی بی نصیب نماند. این بود که زوال امپراتوری ساسانی برای آیین زرتشت تنها شکستی سیاسی نبود، شکست خود او بود. در چنین دورانی اگر تصور شاهنشاهی در ذهن و اندیشه توده مردم کمابیش مقدس بماند، در گذران روزانه زندگی دگرگونه و از آنان بیگانه می شود و برای این دگرگونی و بیگانگی چه کسی سزاوارتر از گشتاست که پادشاه مقدس دینی است محبوس دستهای حریص شهریاران، موبدان و بزرگان. مردم این پهلوان دنیا و آخرت فرمانروایان را از فرازگاه مردانگی فرو می‌کشند، گویی عدالت این جهانی انوشیروانها و بهشت آن جهانی موبدان چندان مطلوب رعایای افسانه پرداز نبود که گشتاس به اوستا به گشتاس به شاهنامه بدل شد. این دگرگونی بسیار با معنی و هوشیار کننده است. سرانجام نیز دوری مردم از دستگاه حاکم و دین پیوسته بدان، محدودیت و بی‌عدالتی طبقاتی و فساد رژیم اجتماعی که کشتار در خاندان سلطنتی یکی از نشانه‌های آن بود، کار را به جایی کشاند که در جنگ سلاسل با اعراب فرماندهان سپاهیان را با زنجیر به هم بستند تا نگریزند. و پیداست که جنگ این اسیران بیدل با آن مؤمنان دریادل چه عاقبتی داشت.
اکنون سخن بر سر گشتاس بود و الا اگر حماسه کاووس یا گشتاس را فرو کشید، پسران مقدسشان سیاوش و افراس و اسفندیار همین حماسه در کار دین و آخرت فراتر رفتند و خاندانی پارتی یعنی گودرزیان به پایگاه بلند پهلوانی رسیدند. ساخت و پرداخت داستانهای ملی در دوره ساسانیان، آمیختن اساطیر و حماسه و تاریخ با هنر و فلسفه در اخلاق، اثر مزدیسنا و داستانهای ملی در یکدیگر، راه یافتن اندیشه‌های زروانی در داستانها، چگونگی تحول پاره‌ای از شخصیت‌ها و گفتارهای دیگر از این دست، خود نیازمند بررسی دیگری است. بخش پنجم. گشتاسپ پس از پذیرفتن دین بهی از پیامبر می‌خواهد که این چهار حاجت او را برآورد: دیدن جای خود در بهشت، رو این تنی، آگاهی پیشین از بودنی ها و بیمرگی. زرتشت یکی از آنها را برای او و ستای دیگر را برای سه تن از نزدیکانش میپذیرد. پانویس رجوع داده به زرتشت بهرام پژدو از کتاب زراتشت‌نامه به کوشش محمد دبیرسیاوی. ادامه متن. آنگاه درون مهیا می کند و به شاه و پشوتن و جاماسب و اسفندیار می دهد. نخستین در بهشت جای خود را می بیند، آن دیگری بیمرگ، و جاماسب از دانش همه آگاه برخوردار می شود و اسفندیار بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی، نبود کارگر هیچ زخمی بروی. بنابر روایت برای زخم پذیری چشم اسفندیار آنچنان که در حماسه آمده است توجیهی نمی ماند. بنابر روایتی دیگر آب سرچشمه روئین‌تنی و نیز بیمرگی اسفندیار است. در اساطیر اقوام گوناگون آب شالوده تمام جهان، جوهر گیاهان، اکسیر ابدیت، مایه عمر دراز، نیروی آفریننده و اصل همه درمان هاست. در روایات شفاهی نیز زرتشت اسفندیار را در آبی مقدس می شوید تا روحین‌تن شود و او به هنگام فرو رفتن در آب چشمهایش را می بندد. از نیرنگ روزگار در اینجا ترسی غریزی و خطاکار به یاری مرگ می شتابد. آب به چشمها نمی رسد و زخم پذیر می مانند. ترس از جایی فرا می رسد که درست در همان جا باید نابود شود. ترسیدن از آبی که شستشو در آن مایه روئین‌تنی است. در اینجا ترس برادر مرگ است و مرگ همزاد ناگزیر عالم وجود. حتی پیکان تیر که دست افزار اوست خود از مرگ نمی رهد. اگر هزار در را به روی مرگ ببندی، درست از روزنی که نمی پنداری به درون آمده است، زیرا از هیچ جایی نمی آید تا خدایی راه او را بگیرد. در آدمی حضور دارد و از همانگاه که زندگی آغاز شد به همه جا رسیده است که نفس زیستن خود به سوی نیستی رفتن است. کیست که از ژرفنای خاموش مردگان در امان باشد؟ پس در افسانه و حقیقت هر امید زندگی جاوید باطل است و باید تن به قضا داد. آدمی همیشه در آرزوی توانایی و بقای تنی است که شاید در برابر هر ناخوشی و یا هر بازی ناشناخته و نامنتظر زمانه از پا درآید. انسان خیال پرداز از
انسان خیال پرداز این آرزو را در وجود پهلوانانی چون اسفندیار تجسم می بخشد. اما مرگ را چه کند؟ مگر می شود که نباشد و نیاید و سرانجام در راهی و گریزگاهی کمین نکند؟ نه خدایان و پیامبران و مقدسان می توانند آن را چاره کنند و نه هیچ چیز دیگری. پس در این پهلوان نیز چون رو این تنان دیگر از ترس یا تصادف نقطه آسیب پذیری می ماند که آماج تیر تقدیر شود، قالب تن بشکند و جوهر جان فرو ریزد. نه اسفندیار از دام مرگ می رهد و نه آخیلوس یا آشیل و شمشون و زیگفرید و نه رو این تنان دیگر. حتی مرد خداواری چون کریشنا زیباترین و انسانیترین تجسم ویشنو خدای بزرگ آفتاب، با آنکه سرنوشت خود را می داند نمی تواند از آن بگریزد و سرانجام زندگی این جهانی را از دست می دهد. اینها همه نقل شده از ترجمه انگلیسی فرهنگ اساطیری لاروس. ادامه مد. و همین مرگ به پیشواز پهلوانی چون گیلگمش می آید که دو سوم او خداست. این رویاهای زیبای دور سرانجام خاکستر نشین واقعیت تلخ می شوند و انسان اساطیری گاه به آنجا می رسد که خدایانش نیز می میرند. در اساطیر شمالی ها روزی زمان خدایان فرا می رسد و تنها دیوها جاودانند. باری اسفندیار آرزوی توانایی و بیمرگی است در جهانی که مرگ پایان همه راه هاست. بخش ششم. و اما روح این تن دلاور و ناکام سمندی است بی آرام که به قول آن استاد در پوست نمی گنجد. اسفندیار شاهنامه از یک نظر چون گشتاس به اوستاس، بزرگترین مجاهد آیین زرتشت که با جان خود خطر می کند و دین بهی را می گسترد. چون گشتاس دعوت زرتشت را اجابت کرد، ارجاسپ پند نامه ای به وی نوشت که یا دست از این دین بشوی و زمین کشانی و ترکان و چین تو را باشد، و یا به ایران لشگر خواهم کشید و زمین را سراسر بسوزم همه، کتفتان به ناوک بدوزم همه. گشتاس بزرگان و موبدان را فرا می خواند و می پرسد که پاسختان چیست، و سپس همان چون بگفتیم سخن شهریار، زریر سپهدار و اسفندیار کشیدند شمشیر و گفتند دگر کسی باشدند در جهان سر به سر که نپسندد او را به دین آوری، سرندر نیارد به فرمان بری، به شمشیر جان از تنش برکنیم، سرش را به دار برین برکنیم. و جنگ در می گیرد و ارجاسپ می گریزد. نخستین جنگ و پیروزی اسفندیار مذهبی است. پس از آن اسفندیار در راه دین از روم و هندوستان و دریا و تاریکی می گذرد. به پای مردی او آیین زرتشت در گنبدان دژ افروخته می شود. همه دین بهی می پذیرند و جهانی فروزنده چون بهشت پدید می آید. اسفندیار چون از بند پدر آزاد شد، با خدا پیمان کرد که پس از پیروزی 100 آتشکده در جهان برپا کند و همه بیرهان را به راه دین آورد. رستمی که به قول گشتاسپ از راه یزدان و عهد جهاندار روی برتافته، در ستایش اسفندیار میگوید جهانی بر او که ناپاک دینان را به سطوح آورده آفرین میکند. اسفندیار نیز خود را چنین میشناسد. در گفتگو با رستم میگوید کنون کارهایی که من کرده ام ز گردن کشان سر برآورده ام. نخستین کمر بستم از بحر دین، تهی کردم از بت پرستان زمین، و پشوتن
در زاری بر مرگ برادر نخستین سخنی که میگوید همین دین گستری اوست. چو اسفندیاری که از بحر دین به مردی براهیخت شمشیر کین، جهان کرد پاک از بد بت پرست، به بدکار هرگز نیازید دست، به روز جوانی هلاک آمدش، سر تاجور سوی خاک آمدش. در اوستا و شاهنامه اسفندیار از مقدسان است و بنابر شاهنامه اسفندیار حتی زنجیری دارد که زرتشت به بازوی او بسته بود و در خان چهارم در جنگ با زن جادو همین تعویض فریادرس اوست. در پانویس اسفندیار در برابر زرتشت سوگند می‌خورد که وی را یاری کند و دشمنانش را بکشد و به خاطر پیروزی دین بهی بجنگد. در سنت مزد یسنای متأخر اسفندیار جنگاوری گسترنده دین است. نقل از زراتشت نامه. ادامه متن. نبرد او با رستم نیز فارغ از انگیزه ایمان نیست، هرچند که در این مقام ایمان پشتوانه وفاداری است به پادشاه و پدر، چون پشوتن او را پند می دهد که دل از کینه و دست از جنگ بشوی. اسفندیار چون این پاسخ می دهد: گریدون که دستور ایران تویی، دل و گوش و چشم دلیران تویی، همی خوب داری چون این راه را، خرد را و آزردن شاه را، همه رنج و تیمار ما باد گشت، همان دین زرتشت بیداد گشت. که گوید که هر کو ز فرمان شاه بپیچد، به دوزخ بود جایگاه. پس اسفندیار مردی است که خمیره هستی او را از ایمانی پرشور سرشتند، در شمار آن کسان است که نمی توانند بی هدفی به سر برند و چون با آن یکی شوند، جز همان هدف چیز دیگری نیستند و زیستن و تمام زیر و بم زندگی برایشان راهی است برای رسیدن به فرجامی. مردی از این دست رهروی است که ناگزیر باید برود و آنچه او را از این رفتن باز دارد، گرچه ندای خرد ناشنیده میماند. چون این مسافری هرچند خسته و بیتوان، در هیچ آب کناری و سایه‌زاری دمی نمی آساید و هستی وی هستی سیالی است که سکون مرگ اوست و اگر بماند وجود ندارد تا بگویند که مانده است. نمیتوان گفت که اسفندیار دارای اندیشه است چنین و چنان، بلکه او تجسم اندیشه است در جان و تن فرزند گشتاسب، یعنی اندیشه‌ای کالبد خود را در پیکر اسفندیار یافته است، اندیشه‌ای با نیروی بند گسل و بنیانکن رشد و برنایی، چون دانه‌ای که نه تنها دل خاک بلکه تن خود را نیز می شکافد تا ببالد و به خورشید رو کند و اثبات او در نفی خیشتن و قالب خود است. مانند آرش کمانگیر، تیر او وقتی از چله کمان رها می شود که از تن او جز چند پاره گسیخته نماند. چون این مردی به مصلحت زندگی خیش نمی اندیشد و از خرد خیشتن بین و عاقبت اندیش نصیبی ندارد، وگرنه هوس بستن دستهای یل زابلستان را در سر نمی پخت. بدین سان او جوانی است خام و بیخرد، اما در عوض دارای جوهری برتر و آن سوی معیارهای خردی تنگ مایه و معمول که در واقعیت زندگی روزانه صادق است. او مظهر اندیشه جدید است، اندیشه‌ای که به شکرانه وجود او فعلیت یافته و به عمل پرداخته و پیاپی در کار ویرانی و دوباره سازی است و چون اندیشه نو روح مردمان را تسخیر کرد، آنگاه خرد و منطقی نو هماهنگ و همساز با آن همگان را فرا خواهد گرفت. هر نگاهی به اطراف و جوانب
هر درنگی و تأملی از شتاب ناگزیر کسی که دل به چنین رسالتی سپرده می کاهد. به همین سبب خصلت مردی با این نهاد یک دنده و یک جهته، سرراست و برنده است. از همان آغاز در برخورد با نخستین حادثه این خصلت اسفندیار را می توان دریافت، چون پیام ارجاسب می رسد و گشتاسب به بزرگان می گوید هنوز سخن شاه تمام نشده، زریر و اسفندیار می گویند اگر در تمامی جهان کسی باشد که به پیامبری زرتشت سر فرود نیاورد، آن سر را بردار خواهیم کرد. این دو سپهدار دین نو یک باره چون آذرخش فرود می آیند. اسفندیار در گفتگو با مادر نیز چنین است. کتایون می داند که پدر به خاطر پسر از پادشاهی کناره نخواهد کرد و دلش گواهی می دهد که جنگ با رستم خطری سهمناک است. پس فرزند را پند می دهد که از این کار درگذر. و اسفندیار می داند که چنین نبردی ناسزا و ستمکار است و خود این را به گشتاس گفته است، ولی با این همه به جای تفکر و تأمل در پاسخ بیدرنگ به مادر دشنام می دهد. در گفتگوی بعدی که آرامتر است و مجالی برای اندیشیدن دارد به کتایون میگوید همان است رستم که دانی همی، هنرهاش چون زند خانی همی. نکوکارتر زو به ایران کسی نیابی، وگر چند پویی بسی. چو او را به بستن نباشد روا، چون این بد نخوب آید از پادشاه. ولیکن نباید شکستن دلم، که چون بشکنی دل ز جان بکسلم. در آغاز این سخن آخر آن هم از مردی که هفت خان را پس پشت نهاده کودکانه می نماید، اما اسفندیار حقیقت وجود خود را به درستی آشکار می کند. در او فرمان روای زندگی قلب است، نه مغز، احساس است نه اندیشه. چون دل به نیرنگ پادشاه سپرد، جنگ با رستم را پذیرفت و آهنگ رفتن کرد. دیگر نه اندرزهای مهربان مادر میتواند از این کار شوم فرجام بازش دارد و نه پندهای خردمندانه برادر. شتابان به پیش میتازد و حتی هشدار روزگار را به چیزی نمیگیرد. بر سر دوراهی سیستان و گنبداندج شتری که پیشا پیش کاروان است مینشیند و هرچه میکنند از جا نمیجنبد. اسفندیار به این فال بد دل نمی دهد و شتر را می کشد. ایمان به اندیشه و مذهبی تازه روح اسفندیار را تسخیر کرده است، گرچه هنگام روبرو شدن با رستم در دل وسوسه ها دارد، اما راه مغز بسته است، زیرا ایمان به دگرگونی جهان تمام نیروی اندیشه وی را فرا گرفته و او را بیخیشتن به سوی این هدف و او بیخیشتن به سوی این هدف میتازد. اسفندیار درختی است که شیره حیاتی آن ایمان است و طبیعت این شیره گیاهی چنان است که هرچه بیشتر و بیشتر این درخت تناور را برویاند. آنگاه که طوفان فرا میرسد دیگر این درخت نمیتواند راهی بجوید و بماند، بلکه در معرض بادهای بنیانکن است و چون فقط رو به فراز دارد از علفهای نرم و خمنده زخم پذیرتر است. بدین سبب در اندیشه نتیجه کار گشتاسب نیست و این گشتاسب به سلاح عقلی حیله‌گر مجهز است که چون زهراب اندک اندک در ریشه نفوذ می کند و به تکانی یک باره آن درخت برومند را از بن فرو می افکند. چون این اسفندیاری با چون این خصلت راست و یک دنده و برایی به جنگ رستم می شتابد، دستهای بسته می خواهد و بس، با تمام یا تمام و یا هیچ، مطلق طلب است. اما جنگ با رستم برای به دست آوردن پادشاهی است و پادشاهی را با دین چه کار؟
زرتشت به گشتاسب رو کرد تا توانایی او پشت و پناه دین اهورایی باشد. اندیشه نو خواستار قدرتی است تا در جهانی ناسازگار و دشمن صفت به پیش براند. اسفندیار در طلب همین نیرو می‌خواهد بر سریر گشتاسب بنشیند، زیرا گشتاسب پادشاهی است که سزاوار پادشاهی نیست. شهریاران خوب باید پادشاهی کنند با کردارهای آیین نیک، شهریاران بد مباد که به ما پادشاهی کنند ای سپندار مز. نقل از گاتها جلد اول. به راستی پادشاهی را از آن کسی شمریم و از آن کسی دانیم و از برای کسی خواستاریم که بهتر پادشاهی کند، از برای مزدا اهورا و اردیبهشت. نقل از یسنا، ترجمه پوردا بود. و پادشاهی را از آن کسی که فریفته اهریمن است نمی شمریم و از آن او نمی دانیم و برای او نمی خواهیم. و این گشتاسب همان فریفته اهریمن است که اسفندیار در حق او می گوید همانا دلش دیو بفریفته است که بر کشتن من بیاشیفته است. و جاماس به دلاغاه نیز با اسفندیار هم داستان بود که درست از همه کارش آگاه کرد که مر شاه را دیو بیراه کرد. در زمان پادشاهی هم اوست که تورانیان زرتشت و لهراسب را می کشند و بلخ را ویران می کنند. طبق روایات داستانی این واقعه، یعنی شهادت زرتشت، در حمله دوم ارجاس به تورانی به بلخ صورت گرفت. در آن زمان گشتاسب در سیستان بود و در بلخ جز لهراسب پدر پیر و منزوی گشتاسب کس دیگری نبود. او نیز در جنگ کشته شد. تورانیان به آتشکده نوشازر که مقام زرتشت بود رفتند و وی را با 80 هیربد بکشتند. این تکه نقل شده از کتاب مزد یسنا و ادب پارسی نوشته دکتر محمد معین. داستان این کشتار و تاراج و قفلت پادشاه بیخیال در شاهنامه نیز آمده است. چون خبر شکست از زبان کتایون به وی میرسد، به عادت خود رجز میخواند. بدو گفت گشتاسب کین غم چراست؟ به یک تاختن درد و ماتم چراست؟ چون من با سپاه اندر آیم ز جای، همه کشور چین ندارند پای. و کتایون پاسخ می‌دهد که یاوه می‌گویی و کار نچنان است که می‌پنداری. بدین سان گشتاسب نه در غم فرزند است و نه می‌تواند دین و کشور و کسان خود را پاس دارد. پس در نظر اسفندیار چه کاری ضرورتر از آن که دست پادشاهی چون او از سلطنت کوتاه شود؟ پادشاهی این مرد پیروزی ارجاسب و شکست بهدینان است. کاستن از نیروی نیکی است و آب به آسیاب اهریمن ریختن. زیرا تاج بر سر گشتاسب است و همای پیروزی بر سریر ارجاسب. و حالان که پادشاهی فرزند بهروزی و رهایی آفریدگان اهوراست و شکست و مرگ دستیار اهریمن، یعنی ارجاسب تورانی. پس پادشاهی اسفندیار اهورایی است و از آن گشتاسب شاهنامه اهریمنی. در این انتقال سلطنت اسفندیار چون دیگر پادشاهان فقط بر تخت نمی نشیند، بلکه پاسداری دین بهی و پیروان آن را به کف می گیرد. او سردار سپاه راستی و راهبر نیروهای اهورایی خواهد شد در برابر دشمنان دین، تورانیان اهریمنی که در بددینی خود متعصب‌ترند تا پیروان زرتشت
در بهدینی خیش. زیرا آنها هستند که جنگ را آغاز می کنند تا این شعله تازه را خاموش کنند، و چون متعصبند خطرناکند، و چون خطرناکند ایرانیان نیازمند به سرداری خطیرند که نه چون گشتاسب بلکه مردانه در برابرشان بایستد و این کشور را از دیو دروغ در امان دارد. دین بهی نیازمند اسفندیار است. از اینها گذشته، گشتاسب پادشاه خودکامه است که می‌خواهد پیروان دین بهی سر از فرمانش نتابند. به اسفندیار می‌گوید به جنگ رستم برو تا اگر پیروز شدی از آن پس نپیچد سر از ما کسی، اگر کام اگر گنج یابد بسی. اصل پادشاهی کردن است، حتی به بهای رنج بهدینان. پس عجب نیست که چون این پادشاهی به جای نبرد با دشمنان گرفتار شادخاری باشد. ارجاسب به ایران میتازد و او در زابل سرگرم سور و سرور است. اسفندیار به وی میگوید که به سعایت گرزم مرا در بند کردی و خود به زاول شدی، بلخ بگذاشتی، همه رزم را بزم پنداشتی، بدیدی همی تیغ ارجاسب را، فگندی به خون پیر لهراسب را. و تازه وقتی کتایون خبر فاجعه را به وی میرساند، گزافه میگوید و لاف میزند. این است جان پناه اندیشه نو که میخواهد روح جهانیان را دگرگون کند. شهزاده دینگستری چون اسفندیار نمیتواند و نباید با دشمنان دین بجنگد و با جان خود خطرها کند تا سلطنت چنین کسی بر جای ماند. زرتشت به اهورامزدا میگوید این را میپرسم چه چیز است سزای کسی که از برای دروغ پرست شهریاری فراهم کند؟ از برای آن بدکنشی ای اهورا که مایه زندگی خیش نیابد جز به آزار چارپایان و کارگران کشاورز راست کردار. نقل از گاتها جلد اول، ترجمه پوردابو. آن که به مرگ فرزند رضا دهد از آزار چارپایان و کشاورزانش چه پروا؟ اما پیرو پاکباز چنین دینی را از رساندن گشتاسب به دروغ پرست به شهریاری پروای بسیار است. گشتاسب خود در زندگی پدر بر تخت وی نشست و اسفندیار نه به شیوه او بلکه به سبب کارهای بزرگی که کرده و در پیش دارد خواستار سلطنت پدر است. در دنیای پدر سالاری که خانواده واحدی یگانه و پیوسته است و پدر نه تنها بزرگتر و نخستین بلکه خدایگان و فرمان روای آن است، اسفندیار نمیتواند مانند گشتاسب پادشاهی را به زور از پدر بستاند. در چنین حالی او روئین تن محبوب افسانه ها نبود، درختی بود همه بار او زهر و برگش گزند. چون گشتاسب و شیرویه تبهکاری بود در میان تبهکاران. باری او نمیتواند و نمیخواهد به شیوه پدر بر تخت نشیند، پس از او میخواهد که خود فرزند را به شاهی برگزیند. برای جوانی توانا و جویای نام جهان و جهانیان را به فرمان داشتن بسی دلفریب است. از همه انگیزه های دینی گذشته، اسفندیار خود پادشاهی را نیز دوست دارد. او فرشته‌ای فارغ از امیال دنیای دون نیست، انسانی است با سرشتی زمینی و آسمانی. اما گشتاسب می‌خواهد او را چون جوانی عاشق قدرت که فقط هوای شاهی در سر می‌پرورد بنگرد. چون اگر اسفندیار فقط به صاعقه خودخواهی و برای برآوردن هوسی خواستار شهریاری باشد، خودپرستی گشتاسب نیز توجیه شده است. در چنین حالی او نیز حق دارد سلطنتش را با چنگ و دندان نگاه دارد و گشتاسب در این راه
حد کشتن فرزند به پیش میراند. او که خود از جوانی بیتاب سلطنت بود و برای رسیدن بدان تن به کاری ناسزاوار داد، درباره پسر تصوری جز از این ندارد و نمیتواند داشته باشد که وی پادشاهی را فقط به خاطر پادشاهی میخواهد، نه میخواهد بی هیچ هدف دیگری. گشتاز کافری است که همه را به کیش خود میپندارد. کتایون نیز در نصیحت به فرزند میگوید که برای پادشاهی جان خود را در دست گرفته به پیشواز پیلی دمان میرود، برای پادشاهی. اگر کتایون به اعماق خصال و انگیزه های فرزند برای پادشاهی نیز دست میافت، جز آنچه گفت چه میتوانست بگوید؟ به صاعقه مهر مادری دل او گواهی میدهد که فرزندش جان بر سر این کار خواهد نهاد و میکوشد تا به هر تقدیر او را از رفتن باز دارد. جان کلام او این است که پدر پیر است و چند روزی بیش نمی پاید و از همکنون گنج و سپاه از آن توست. دیگر دل به دریا زدن برای تخت و تاجی در دست رس جوانی و خامی است. اگر مادر می دانست که پسر به راستی برای هدفی بزرگ خطر می کند، آیا اندرزی جز این گونه می توانست برای نجات فرزند به کاری آید؟ گرچه این نیز به کاری نیامد. افسوس که اسفندیار برای رسیدن به پادشاهی و هدفی اهورایی راهی اهریمنی برمیگزیند و همچنان که خود به پشوتن میگوید کاری دشوار را خار میگیرد. رستم را با دستهای بسته به تختگاه گشتاز بردن، نه جنگیدن بلکه دست بستن. او برای پادشاهی بر بهدینان بیگناهی رستم را به هیچ میگیرد، برای مصلحتی پا بر سر حقیقتی می‌نهد. مگر نه آنکه آرزوی هر دین بهی رستگاری آدمی است و مگر نه آنکه رستم مظهر آزادگی و گشتاسب نشانه دروغ و خودپرستی است؟ چنان مردی را با دستی بسته و سری فروهشته چون تبهکاران به پیشگاه چنین تبهکاری بردن به خلاف رستگاری تن و جان است. اما ای بسا اندیشه های زیبا که در عمل دگرگونه و ناهنجار می شوند. این راه کوتاه از مغز تا دست چه ناهموار و دراز است. آرزوی زیبا چیزی است و تحقق آن چیزی دیگر. سخن از ریاکاران دنیا دوست که خود را به جامعه اندیشه ای دلپذیر یا مقبول همگان می آرایند و آن را به فساد می کشند و سود می جویند نیست. در اوستا اهورا و آفریدگان او از آدمیان گرفته تا ستوران سودمند و آسمان و زمین برادروار و سازگارند. اما در دوران رونق و عمومیت همین کتاب نمایندگان آن یعنی موبدان، پاسداران نظام اجتماعی دشمن پرور کاست بودند که میان مردم هر شهر و دهی دیواری بلند برمی افراشت، جدایی می افکند و گویی در خانه‌ای جمعی بیگانه خوی ناآشنا می پرورند. گذشته از اینان ای بسا پاک دلان که با زیباترین آرزوهای مذهبی یا اجتماعی با تمامی جان و تن به میدان عمل پا می نهند و سرانجام راهی به جایی نمی برند، زیرا یا امکان تحقق آرزویشان نیست، همچنان که برای مزدک و بابک نبود، و یا از دانش عمل بی نصیبند و نگفته خود پیداست که اسفندیار از این گروه است. هر اندیشه که برای رسیدن به رستگاری از کور راه بیداد بگذرد به فرجام نارستگار است. شکست اسفندیار در مرگ او به دست رستم نیست، در آن است که از پدر میپذیرد تا رستم را دست بسته به بارگاه وی آورد و
و این از آغاز آشکار است. همی رفت تا پیشش آمد دو راه، فرو ماند بر جای پیل و سپاه. شتر آنک در پیش بودش بخفت، تو گفتی که گشته است با خاک جفت. جهانجوی را آن بد آمد به فال، بفرمود کش سر ببرند و یال، بدان تا بدو بازگردد بدی، نباشد به جز فره ایزدی. اسفندیار بر سر دوراهی است و گردش روزگار است، یا خرد زمانه و یا هر چیز دیگر به وی هشدار می‌دهد، ولی او پیک هشدار را می‌کشد. گشتاسب‌ها می‌توانند، اما اسفندیارها نباید به بیداد کوشند و امید رهایی داشته باشند. در این حال بدی می‌ماند و به خود آنان باز می‌گردد، همچنان که جمشید پس از سال‌های سال جهان پادشاهی به داد و فرخندگی چون در راه ناراستی گام برداشت، فراز او گسست و سرانجام زبون و آواره به دست بدترین دستیار اهریمن کشته شد. شکست اسفندیار از حد ناکامی شخصی او بسی برتر است، زیرا این شکست پیروزی گشتاسب است و تباهی دین اهورایی که اسفندیار گسترنده آن است. همان از دیوی که به قول پسر زال در میانه راه جست و اسفندیار گویی به خود می گفت که به کجی نگیرند مردان فروغ. به خلاف همه جنگ‌های پیشین اسفندیار، نبرد او با رستم کاری اهریمنی است و شکستی دردناک برای هر دو هم‌آورد در پی دارد. این جنگ به کام اهورای نیکی آفرین نیست که همگان را به پیکار با بدی‌ها فرا می‌خواند، بلکه به سود اهریمن است که در کمین جان خوبان نشسته و بی‌تاب تباهی آنان است. کتایون هنگام عزیمت اسفندیار به وی میگوید: اگر زین نشان رای تو رفتن است، همه کام بدگوهر آهرمن است. مردی اهورایی به زیان خود و آنان که از خود اویند شمشیر میکشد. فاصله اندیشه و عمل او بی نهایت است و هر یک در جهتی مخالف به پیش میتازند. چشمها نگران بهشت است و پاها به دوزخ می شتابند. دریغا که چون اسفندیاری با چنین دستهایی جان خود را هدر می کند و از خیل نیکان می کاهد. این است که شکست اسفندیار تباهی فره ایزدی است. پسر ناکام گشتاسب کشته شد. باشد که پاک دلان نیکندیش دیگر تنها به آرزوهای زیبا دل قوی ندارند و در سنگلاخ عمل راه‌های خوشپایان را بیابند، همچنان که مزدیسنا می‌گوید: پندار و گفتار نیک باید با کردار نیک همراه باشد و آنگاه است که رستگاری روی خواهد کرد. بخش هفتم. اکنون به کشاکش درونی اسفندیار بپردازیم. برای جنگ با رستم در باطن او گیروداری است، اما از آنجا که خصلت این مرد یک جهته قاطع و براست، در این کشمکش آن جانبی که پیروز شد فاتحی بی امان و سنگدل است، چون بنا را بر آن نهاد که سخن پدر را بپذیرد و دستهای رستم را ببندد. دیگر مخالفت هر دوست دلسوز را ندیده می گیرد و حتی پا بر سر خرد و منطق خود می نهد. اما تا رسیدن به این فرجام راهی دراز و کشاکشی جان فرساست. در آغاز به پدر می گوید که به جای رستم با خاقان دشمن به جنگ، و به مادر می گوید که پهلوانی مانند پیلتن نسزاوار بند است. چون به لب هیرمند می رسد برخی رستم است. فرمان پدر ستیز دوست را ندیده می گیرد. خود می گوید که به راه پدر نرفتم، زیرا پسر زال بسی رنج ها برده است و ایرانیان بنده و شهریار از برکت هستی او زنده اند.
برای گریز از جنگی ناروا با چنین پهلوانی خواستار فرستاده‌ای خردمند است تا شاید با پیامی خود و هماوردش را از بد حادثه برهاند. در پیام مهربانی و تهدید هست و توسل به خاندان رستم تا شاید بی نبردی و کشداری منظور به حاصل آید. در نخستین برخورد رستم به اسفندیار می گوید که روی سیاووش گردیدمی بدین تازه رویی نگردیدمی، خنک شاه کو چون تو دارد پسر، به بالا و فرت بنازد پدر. خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند، بیدار بخت تو را. دو جم گردد آن کس که با تو نبرد بجوید، سرش اندر آید به گرد. و اسفندیار در پاسخ میگوید سزاوار باشد ستودن تو را، یلان جهان خاک بودن تو را. خنک آنک او را بود چون تو پشت، بود ایمن از روزگار درشت. بدیدم تو را یادم آمد زریر، سپهدار اسپسکن و نرشیر. زریر و اسفندیار از نخستین گروندگان به آیین زرتشتند. زریر پهلوانی بزرگ و از گرامی ترین کسان اسفندیار است و فقط پس از کشته شدن اوست که اسفندیار به جنگ ارجاسب می شتابد. او برای اسفندیار چون سیاوش است برای رستم. پس آنگاه که به پیلتن می گوید تو چون زریر هستی، از او عزیزتر کسی ندارد تا رستم را به وی مانند کند. رستم نه تنها اسفندیار را می ستاید بلکه او را دعا می کند. ای که گام در راه بلا نهاده ای، بدا بر آن که با چون تویی به جنگد، و همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیه بر تو نوروز باد. در چنین حالی چه جای جنگ است؟ آن هم جنگی ناروا. آخر اسفندیار چگونه بگوید که آمدم دستهای چون تویی را ببندم، آن هم به خاطر چون گشتاسپی؟ در محلکهی بزرگ است و دروغ میگوید. گشتاسپ به او گفته بود که چون آنجا رسی دست رستم ببند، و او را همراه با زواره و فرامرز و دستان پیاده دوان در برابر چشم خلایق به بارگاه من آورد. ولی اسفندیار به رستم میگوید به زابل نفرمود ما را درنگ، نه با نامداران این بوم جنگ. مگر اسفندیار انسان نباشد که راست بگوید؟ چشم در چشم رستم کند و بگوید آمده ام با تو چنین و چنان کنم. در پیام بهمن به رستم گفته بود که تو گناهکاری. اکنون که خود با رستم روبروست میگوید که گناه کار به شاه باز میگردد و از این بستگی من جگر خستم، به پیش تو اندر کمر بستم. فقط پس از آنکه رستم اسفندیار را به میهمانی میخواند، او ناچار میشود حقیقت حال را به رستم بگوید و در این راه نافرجام با دلی پر درد و جانی پرخاشجو، همچنان که در خود می پیچد و با خود می ستیزد، به پیش می راند. نه دل جنگیدن دارد و نه امکان و توانایی دست شستن از پادشاهی. همه در غم رستم است و به برادر خردمندش می گوید ندیدم بدین گونه اسب و سوار، ندانم که چون خیزد از کارزار. یکی جند پیل است بر کوه گنگ، اگر با سلیح اندر آید به جنگ. به بالا همی بگذرد فر و زیب، بترسم که فردا ببیند نشیب. همی سوزد از مهر فرش دلم، ز فرمان دادار دل نکسلم. ولی با این همه تصمیم خود را گرفته است. اراده قاطع مردی سخت و بیچون و چرا بر احساس و مهربانی دل فرمان رواست. زیرا بیدرنگ می گوید چو فردا بیاید به آوردگاه، کنم روز روشن بروبر سیاه. بار دیگر خصلتی سر راست و نرمی ناپذیر در اسفندیار سر می کشد، مانند تیری شگفت که نخست زه کمان خود را می‌درد تا سپس به نشانه بنشیند.
امان نمی دهد که حقیقت وضع و عینیت جهان بر تصورات و ذهنیت خودساخته او پیروز شود. در جوابی که به پشوتن می دهد مذهب را دستاویز می کند. چشم به هدفی دور دارد، گوشها را به نصایح کنار نشینان فرو می بندد و پرشتاب به پیش می تازد. اما آشفتگی و دوگانگی درون جانش را می آزارد و سرانجام پس از گفتگوی دیگر خاموش می ماند و آنچنان که فردوسی می گوید برا نامور هیچ پاسخ نداد، دلش گشت پر درد و سر پر زباد. و این درون درمانده اسفندیار است در آستانه جنگی که در آن هلاک تن خطری ناچیز است. اسفندیار با چنین باطنی نابسامان در جنگ چنان عزمی آهنین دارد. در دلش اندیشه راستی است که پیاپی لگدکوب عشق رسیدن به سلطنت می شود و در این عشق اراده و نیروی آرام ناپذیری است که به عمل می گراید. دل و دست اسفندیار یکی نیست. بدین سان اسفندیار بستر رودخانه است که جریانی در اعماق آن جاری است و سیلابی مهیب در جهتی مخالف از کنارها طغیان می کند و پرآشوب و از خودگریز به پیش می راند. در میدان عمل چگونگی کار اسفندیار روشن است. رستم را دست بسته به تختگاه گشتاسب بردن و یا جنگیدن. دوگانگی او همه در باطن است. وجود این دوگانگی در رفتار او با رستم آشکار است، اما توانایی آن نه چندان است که در عمل خود اسفندیار اثر گذارد و طبیعت آن را دگرگون سازد. از این رو کشمکش درونی اسفندیار در بسته محدود و در خیش است. در باطن رستم نیز کشاکشی پرآزار است، اما نه برای آنکه چون طوفان در وجود یل زابلستان بماند و آن را بیاشوبد، بلکه برای آنکه سرانجام چون سیلاب گریزگاهی بیابد و راه‌های عمل را بگشاید. رستم پیاپی در اندیشه آن است که در تنگنای حوادث که از هر سو مانند حساری روئین وی را در هم می فشرد چگونه روزنه‌ای بگشاید. مردی است که 600 سال به سالاری و سربلندی زیسته و همگان از درخت کهن و برومند زندگی او کام گرفتند. اکنون جوانی آمده است که بی هیچ گناهی دستهایش را ببندد تا وی را به نزد گشتاسب برد. سر فرود نمی آورد و این از محالات است. هیچ کس بدان رضا نمی دهد، نه سازندگان خوشپرداز این افسانه و نه ما که امروز پس از سالهای دراز دل بدان داده ایم. زیرا چنان زندگانی پرشکوهی را از ترس مرگ یا هر ترس دیگری یک باره و آسان تباه کردن، نه فقط شکست رستم بلکه خاری جمله خلایق است. پسر دستان از این سو راهی ندارد، پس چه کند؟ اسفندیار را بکشد؟ اگر می توانست به آسانی جان وی را بستاند، بیگمان از همان آغاز در غم نام و ننگ خود نیز نمی بود. مردی که آسوده دست در خون دیگران کند ارزش زندگی را چه می داند تا در غم نام و ننگ باشد و برای پاسداری حرمت این زندگی جان شیرین را به هیچ گیرد و از مرگ نهراسد. این نیز از محالات است که رستم با خاطری آسوده در کمین جان اسفندیار باشد. پس چاره کار او چیست؟ آیا می تواند دست از جان خود بشوید تا نه دست در خون اسفندیار شسته باشد و نه رسوایی بند را پذیرفته باشد؟ در چنین حالی فرزند زال می توانست در آوردگاه
سینه را آماج تیر هماورد کند و پس از آن همه سال آرام بیارمد. اما او خوب می داند که اگر در جنگ کشته شود، زابلستان و همه دودمانش نابود خواهد شد. زال نیز به او می گوید همی تخم دستان زبون برکنند، زن و کودکان را به خاک افکنند. به دست جوانی چو اسفندیار، اگر تو شوی کشته در کارزار، نماند به زاولستان آب و خاک، بلندی بر و بوم گردد مغاک. و رستم مردی نیست که تیماردار جان دیگران نباشد و آنان را به دست سیل بلایا واگذارد. پس در مرگ هم راهی به رهایی نیست. دل رستم از غم پراندیشه شد، جهان پیش او چون یکی بیشه شد. که من که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا، دو کار است هر دو به نفرین و بد. گراینده رسمی نوآیین و بد، هم از بند او بد شود نام من، بد آید ز گشتاسپ انجام من. وگر من شوم کشته بر دست اوی، نماند به زاولستان رنگ و بوی. در این خطرگاه بنبست روح رستم پریشان است. مردی که پیوسته در آوردگاه خداوند زندگی و مرگ هم نبردان بود، اکنون حتی نمیتواند تن به مرگ دهد و چندان در این قفس بیروزن میماند که به قول خود از اندیشه رخش زرد میشود. پس به ناچار بار دیگر نومیدوار دست به دامان مهربانی و خرد میزند تا شاید راه این جنگ بسته شود. او از همان نخستین دیدار اسفندیار با هزار دست میکوشد تا راه‌های دوستی را بگشاید. و چه سرنوشت غم‌انگیزی دارد که هرچه مهربانی می کند نامهربانی می بیند و هرچه از آشتی می گوید از جنگ می شنود. او بارها به اسفندیار گفته است که گشتاسپ چه در سر دارد و پیرانه او را پند داده است. اما افسوس که اسفندیار به راه خوشفری به خود می رود و ندای این مهربان در بیابان دلوی خاموش می شود. با این همه پهلوان سیستان هرگز در اندیشه جان شاهزاده جوان نیست. حتی پس از گفتگوی بسیار و آنگاه که جنگ ناگزیر می نماید، باز هم نمی خواهد ضرورت آن را باور بدارد و می گوید اگر بر جزین روی گردد سپهر، بپوشد میان دوتن روی مهر. تو را از پشت زین به آغوش بر می دارم و بر تخت می نشانم و همراه تو خرم و شادان به بارگاه گشتاس می آیم و کمر به خدمت چون تو شهریاری می بندم. هرگز کشتن اسفندیار حتی به زبان نمی آید. او به زال نیز همین را می گوید و این است راهی که می باید تا نه دست به بند دهد، نه بکشد و نه کشته شود. دریغا که آدمی راهی می جوید و حوادث راهی دیگر می نمایند. در آغاز دومین روز جنگ پس از دیدار سیمرغ، آنگاه که رستم به پیروزی خود یقین دارد، حتی آنگاه نیز دست از تلاش بی امید خود باز نمی دارد و او را به جهانیان و جهان و نیکویی ها که در آن است سوگند می دهد تا کینه از دل بیرون کند و همه ی گنج های دیرینه را نثارش می کند و آنگاه می گوید برابر همی با تو آیم به راه، کنم هرچ فرمان دهی پیش شاه. اگر کشتنی مو کشد شایدم، همان نیز اگر بند فرمایدم. همی چاره جویم که تا روزگار، تو را سیر گرداند از کارزار. اما آخرین پاسخ اسفندیار این است که جز از بند گر کوشش و کارزار، به پیشم دگرگونه پاسخ میار. در این بیت گر یعنی یا، یعنی جز از بند یا کوشش و کارزار یعنی جنگیدن، میگه پاسخ دیگری نیار. بدین سان چاره‌ای که رستم
میابد به هیچ کاری نمیآید. همه تدبیرها بی حاصل است و سرانجام باد در مشت دارد. رودخانه سیلابی حوادث رستم را به دریای طوفانی جنگ می افکند. نخستین نبرد در می گیرد و آنچنان که می دانیم رستم مجروح و درمانده باز می گردد و به هنگام رای زدن با خیشان فرار تنها راهی است که می یابد. ترس بر رستم پیروز می شود. قهرمان شاهنامه از دایره بیکران کیفیات گوناگون روح بشری بیرون نیست، چون زمانه عرصه را بر او تنگ می کند، خود باخته برای فریب از رسوایی دل به رسوایی می سپارد. رستم می ترسد. زشت و زیبای آدمی در اوست و این جان دوگانه و سرشت متضاد انسانی در گرمگاه عمل او را به فراز و نشیب می کشد. در دوران تسلط فکری مذهب، رستم فردوسی قهرمانی مذهبی نیست. قهرمان مذهبی وجودی معنوی در جهانی جسمانی و نمونه ای واقعی از آرمانهای جامد و تکامل ناپذیر است و اگر از معنویت خدش ناپذیری که نماینده آن است گامی آن سوتر نهد، آن را تباه و خود را نفی کرده. در چنین قهرمانی دگرگونی حالات و پست و بلند نیست، هرچه هست در یک خط و در یک جهت است و در راه از پیش ساخته ای گام برمی‌دارد. شیخ صنعان پس از عمری دراز ریاضت و عبادت از عشق دختری ترسا در دام کفر افتاد. باید از نفس اماره حذر کرد و با تلاشی پیوسته برای رهایی از هرچه دنیایی است چشم دل به سوی آفریدگار داشت، وگرنه بیم آن است که هر فرشته‌ای چون ابلیس از آسمان بلند به اسفل السافلین فرو افتد. باری رستم قهرمانی مذهبی نیست، قهرمانی محبوس در طرز تفکری مخصوص نیست. او قهرمانی بشری است با نیرنگ و پاکدلی، ترس و شجاعت و پیوسته در نشیب و فراز. پس از نخستین جنگ رستم دریادل به پرتگاه ترس فرو می افتد و در کار ببخشید پس از نخستین جنگ رستم دریادل به پرتگاه ترس فرو می افتد و در کار فرار است. در این هنگام زال فرا می رسد و راهی به وی می نماید که نه رستگاری دنیا در آن است و نه آخرت، ولی از زبونی به دور است. رستم از فرار چشم می پوشد. سیمرغ رازدان و چارگر به میدان می آید و می گوید هر آن کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکند روزگار. بدین گیتیش شوربختی بود، مگر بگذرد رنج و سختی بود. پس آنگاه که همه امیدها از دست رفت و رستم دستان تیر در چله کمان نهاد و چشم اسفندیار رویین تن را آماج کرد، از زندگی این جهانی و آن جهانی خود دست شست و مرگ و رنج جاودان جهان دیگر را به جان خرید. چه پیروزی دردناک و گرانی که تا خدایی هست و روزگاری هست باید تاوان آن را داد. دیگر او شجاع است، زیرا بر ترس خود غلبه کرده است. از آن ترس تا این شجاعت راهی بس دراز است و رستم با تحولی شگرف خود را باز می سازد. امکانات معنوی این مرد بی پایان است. بزرگی رستم در آن است که در او سرفرود آوردن و دست به بند دادن نه تنها از مرگ بلکه از شکنجه ابدی پس از مرگ نیز دشوارتر است. چه مردی و چه مهلکه عجیبی. آن خودباخته اکنون خود را باز می‌یابد. گویی تمام غرور بشر با کوششی دردناک به پا می‌خیزد و به ضد ناروایی طغیان می‌کند و در این جهان و آن جهان خداوند هیچ هراسی و شکنجه‌ای
نمیتواند سر سرفراز او را فرو دارد. و در این جهان آن جهان خداوند هیچ هراسی و شکنجهی نمیتواند سر سرفراز او را فرو دارد. عجبا که چون این مردی تازه از بیچارگی می نالد، به زاری زار بر کشته خود می گرید و به پشوتن می گوید: سواری ندیدم چو اسفندیار، زرهدار با جوشن کارزار. چو بیچاره برگشتم از دست اوی، بدیدم کمان و بر و شست اوی. سوی چاره گشتم ز بیچارگی، بدادم بدو سر به یک بارگی. در تمام این جنگ شگفت، دشوارترین تصمیمی که رستم میگیرد قبول مرگ و رنج جاودان پس از مرگ نیست، کشتن اسفندیار است که رستم از ناچاری بدان دست میزند. مردی تبهکار شاید دلاسوده پا بر سر زندگی دیگری نهد، زیرا در نمییابد و نمیداند آن که انسانی را می کشد، انسانیت را می کشد. از آیه 36 سوره المائده قرآن. اما برای کسی چون رستم همیشه دشوارترین کار گذشتن از جان خود نیست، ای بسا به مرگ دیگران رضا دادن جانکاه تر است. و او که در گذشت از جان و جهان خود مردان بود، در قبول مرگ اسفندیار بیچاره است. درباره خود پیروز بود و درباره دیگری مغلوب، اما این شکست حتی از آن پیروزی بزرگ هم بزرگتر و برتر است. پیروزی ارجمند رستم در همین شکست نهفته است. رستم نه تنها پهلوان میدانهای نبرد و هماوردان مغلوب، بلکه برتر از آن پهلوان شکست است. بخش نهم. رستم و اسفندیار یلان بیمانند افسانه‌اند، دو کوهسار بلند که در برابر هم سر برافراشتند و انسان برای نگریستن آنان پیوسته چشم به آسمان دارد. امکان مقایسه میان ما و آنها کمتر است و بزرگی آنان را از خودشان کمتر میتوان دریافت. مقیاس آنها همه بزرگ است و آنگاه که در دیدگاهی بلند سرگرم تماشای سرگذشت آنانیم، بیم آن است که از زمینی که ریشه همگان در آن است برکنده شده در آسمان ساختگی و بیجان فرشتگان و مقدسان محبوس شویم. باید کسی و حادثه‌ای در خور آن کس باشد که ما را در واقعیت نگه دارد. گاه گاه چشم فرو داریم و ببینیم ما در کجاییم و آن بزرگان از کجا تا به کجا رفتند. از قله دامنه و از دامنه قله را بنگریم تا بلندی کوهسار را دریابیم. وجود بهمن در این افسانه موهبتی است که مقایسه و سنجش را میسر می‌سازد. او پسری است پدر دوست و به همین سبب زبون ترس و از ترس ناجوان مرد. چون از بالای کوهسار رستم را دید، به دل گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. به گیتی کسی مرد از انسان ندید، نه از نامداران پیشی شنید. بترسم که با او یل اسفندیار، نتابد بپیچد سر از کارزار. پس میکوشد که رستم را بکشد تا پدر را برهاند. کار ناسزاواری است، ولی کیست که در خطری بزرگ بتواند آنچنان که هست بماند و هیچ خود را نبازد؟ رستم و اسفندیار شاید، اما بهمن نه. ولی بذر این خصلت بهمن گاه و بیگاه حتی در آنان نیز جوانه می زند. اسفندیار با دلی دادگر در تلاش کاری بیدادگر است و نمی تواند حقیقتی را که می داند به عمل درآورد. و رستمی که چون دست به بند نمی داد تن به جنگ داد،
در پایان نخستین نبرد اسفندیار را می فریبد و آنگاه که بالهای مرگ بر وی سایه می افکند تا چون شکاری بیچاره در رو بایدش یک دم در اندیشه فرار است و از رسوایی پروا نمی کند. چون این پهلوانانی پایی بر خاک و جانی در افلاک دارند و در این فراز و فرود ما را در پی خود می کشند. این حقیقت وجود آدمی است که در فراخی و آسودگی و مصیبت و بلا یکسان نماند. منتها اثر ناهنجار این دو بر انسانیت و مردانگی رستم یا اسفندیار سطحی و گذراست و در بهمنها عمیق و ماندگار. چون کسان رستم در جنگ پسران اسفندیار را می کشند، بهمن جاندوست بار دیگر خود را برملا می کند. برادرانش کشته می شوند و او به خلاف سرشت مردان مرد که در چنین حالی بیگمان خواستار خونخواهی هستند، می گریزد که خبر فاجعه را به پدر رساند تا او داده خون کشتگان را بستاند. او نشانی از ضعف‌ها، بزدلی‌ها و حسابگری‌های معمولی روزانه ماست. می‌خواهد گلیم خود را از آب بیرون کشد و جان ناچیزش را برهاند. بهمن همیشه چنین است. کیست که بتواند بگوید هرگز چنین نیست؟ باری وجود بهمن یک بار ما را از فرازگاه مردانی چون رستم و اسفندیار فرو می کشد و ندا می دهد که بیشتر شما مردمان چون منید که پسر اسفندیارم. از همین دست و همین نهاد و با همین ترس های معصوم و پست و دریافتنی. پس بدانید که آن دو مرد هماورد چگونند که در گذرگاه مرگ داد دشمن می دهند و از سر دنیا و آخرت در می گذارند. پشوتن در هفت خان و جنگ با رستم رایزن خردمند و سردار سپاه اسفندیار است و چون او می خواهد کسی را به پیام گذاری برگزیند می گوید فرستاده باید یکی تیزور سخنگوی و داننده و ببخشید فرستاده باید یکی تیزویر، سخنگوی و داننده و یادگیر. هرگز اسفندیار همرازی داناتر از پشوتن نداشت و شگفت آن که در چنین زمان باریکی سبکسری چون بهمن را برای چنین کاری برمی‌گزیند. اگر اسفندیار این رسالت را به پشوتن وا نمی‌گذاشت، و او از فراز کوه پهلوان سیستان را می‌دید، آیا هرگز می‌توانست آن گونه به ناجوانمردی قصد جان رستم کند؟ و اگر نمی‌توانست و نمی‌کرد، جای سرشت و خصلت چون بهمنی در این افسانه خالی نبود؟ اسفندیار فرستاده شایسته‌ای بر نگزید، اما استاد دانای طوس پیام‌آوری از این بهتر نمی‌توانست بیابد تا هم خامی اسفندیار را بنماید که برای کاری بزرگ جوانکی بی‌بها را برگزید و هم خصلت این فرستاده را آنچنان که می‌خواست به کار خود گیرد. در برابر این جوانی که رندانه کلاه خود و کسانش را می‌پاید، پیرمرد آزموده است که از سادگی و زودباوری کودکان نشانی دارد. زال روزگار دیده‌ای بیزار از جنگ است. تمام کوشش‌های فرزندش برباد شده است و جنگ با گام‌های ویرانگر فرا می‌رسد. هیچ گریزگاهی نمی‌یابد و در تنگنای بلایا راهی کودکانه به رستم می نماید. تمام جنگ از جانب رستم به سبب تن زدن از بدنامی است و اکنون این پیر سال خورده با آنکه فرزندش را خوب می شناسد به رستم می گوید چون گناهکاران بگریز و در بیغولهی پنهان شو. زال چنان در آرزوی آشتی است که به خیالی هیچ و پوچ چنگ می زند. انسان در ناچاری و درماندگی آنگاه که بی خطایی و گناهی آماج تیر حوادث می گردد
چه دلخوشی‌های بیهوده که به خود نمی‌دهد و چه درمان‌های کودکانه که برای دردی بی‌درمان نمی‌جوید. حتی در حالی که به خامی خیال‌های خود می‌خندد، نیز نمی‌تواند از پناه بردن بدان‌ها خودداری کند، اما به خیال دلخوش داشتن سعادت زودگذر و بدفرجامی است. زال خود می‌داند چاره‌ای که به رستم می‌نماید چاره نیست، هیچ نیست، و سرانجام با نومیدی تمام به پروردگار رو می‌کند. همی گفت که ای داور کردگار، بگردان تو از ما بد روزگار. همه آرزوی بهروزی، همه امید رستگاری، آنگاه که انسان در جهان کردار در میماند، ناتوان اما جان سخت، در دنیای دلخواه رویا به پا میخیزد و چشم به پرنده دور پرواز آرزو میدوزد. همچنین است حال گردی چون اسفندیار که در آستانه مرگ به برادرش میگوید با چه مرارتها در راه یزدان گام برداشتم و چون دست اهریمن کوتاه شد، دست روزگار فرود آمد و اکنون که هنگام رفتن فرا رسیده است، امید من آن است که در بهشت دل افروز من بدرود هرچه کشت. ای امید نیک رستگاری، هرچه خاک اسفندیار است عمر تو باد، که به یمن تو مرگ هست اما تباهی نیست. امید بختیاری است، رستاخیز است در دنیای گمان. و ای بسا امیدها که واقعی یا واهی، نیروی حیات بخش زندگی عملی است. زالی که فرزند را به گریز از جنگ برمی‌انگیخت، چون رستم قصد فرار می‌کند، خود وی را از این کار باز می‌دارد. تحول بسیار با معنایی است. آنگاه که او فرزندش را پند می‌داد تا برود و در گوشه‌ای پنهان شود، جنگی نبود و هنوز امید آن که دودمان وی و مردم زابلستان نجات یابند و خونی ریخته نشود از دست نرفته بود. اما زمانی که رستم می‌خواهد بگریزد دیگر بسی دیر است و فرار او نه تنها گرهی از کار کسی نمی‌گشاید، بلکه دست‌های پسر بدپسند و پرگزند گشتاسپ را باز می‌گذارد تا هر چه می‌خواهد بکند. اکنون همچنان که زال به سیمرغ می‌گوید بیامد بر این کشور اسفندیار، نکوبت همی جز در کارزار، نجوید همی کشور و تاج و تخت، بن و بار خواهد همی با درخت. دیگر فرار نجات جان رستم است و خرابی زابلستان و هلاک زابلیان. و زال با آنکه می‌داند کشنده اسفندیار پس از زمان کوتاهی رفتنی است، رهایی فرزند را به چنین بهایی نمی‌پذیرد، نمیگذارد بگریزد و میگوید هر کار جهان را چاره ایست مگر مرگ را، و به سوی سیمرغ میشتابد. زال پس از آن که روی به درگاه آفریدگار آورد و نه تنها در جنگ بسته نشد، بلکه حوادث با شتابی سنگ دل پهلوانان را به مقابله یکدیگر واداشت، خود به قصد جان رستم به پا خواست، راه کشتن اسفندیار را به وی نمود و بعد روزگار را به فرزندش بازگرداند تا دست کم آن را از دیگران بگرداند. کاری را که خدا نکرد خود کرد، اما به بهای بس گزاف جان پسری چون رستم. در نبرد رستم و اسفندیار، زال نخست تا سرحد خودفریبی و رؤیا به پیش می رود و دست به دامن آفریدگار نیک و بد می شود و چون شمشیر شوربختی و بلای بزرگ می‌خواهد فرود آید، با اراده‌ای سهمناک رستم را فدا می‌کند تا جان جماعتی را برهاند. او در پیچاپیچ حوادث جوهر وجودش را می‌نماید. آن پیر ساده لوح با خیال‌های خوشفری به سرابگونه، اکنون مرد میدانی. جز اینها که برشمردیم، از گشتاسپ تا زال سیمرغی هست که نه تنها در جنگ دخیل است، بلکه سرنوشت آن را دگرگون می کند.
چگونه است که مرغی افسانه‌ای در چنین وضعی که برای پهلوان پهلوانان از هیچ جانبی راهی به جایی نیست به یاری رستم می شتابد؟ میان انسان و حیوان چه پیوندی است؟ باید به گذشته های دورتر بازگشت، به اندیشه اوستایی. در اندیشه اوستایی همه آفریدگان اهورایی از ماه و خورشید و ستارگان تا گیاهان و مرغان و چارپایان و زمین و آب با انسان در نظام برادرانه و مقدسی جای گرفتند. نیکی وجودی عینی و ذهنی است که پاره‌های آن از یکدیگر جدایی ناپذیرند، در هم راه می‌یابند و در یکدیگر حلول می‌کنند. مثلا ناهید نه تنها فرشته نگهبان آب است، با گردونه‌ای از باد و ابر و باران و ژاله، بلکه خود رودی است در بزرگی به اندازه همه آبهایی که در روی این زمین جاری است. این جمله آخر نقل شده از یشت ها جلد اول، آبان یشت بند سوم. او یعنی همین ناهید نه تنها مظهر و نشانه بلکه تجسم همه آبهاست. گذشته از اینها او یار پیروز راستان و گیاهان و چهارپایان و دشمن بیگذشت و قوی دست همه دیوان و ستمگران است. همشاسپندان و ایزدان صورتهای گوناگون جانوران را به خود می گیرند، زیرا همه از سرشتی یگانه و همزادند، از سرشت نیکی. مرغ وارغن یکی از صورتهای بهرام، ایزد پیروزی است. زرتشت از اهورامزدا پرسید: اگر از مردان بسیار بدخواه به ساحری آزرده شود چاره چیست؟ آنگاه اهورامزدا گفت: پری از مرغ وارغن بزرگ شهپر بجوی، این پر را به تن خود بمال، با این پر ساحری دشمن را باطل نما. کسی که استخوانی از این مرغ دلیر با خود دارد، هیچ مرد توانایی او را نتواند کشت. این هم از یشت ها جلد دوم، بهرام یشت نقل شده. از این گذشته در اوستا مرغ دیگری است به نام سئن یا همان سیمرغ، از آن فرشته عدالت. این مرغ در میان دریای فراخ کرد بر درختی آشیان دارد با نامی به معنای همه را درمان بخش، که هر بار بر آن می نشیند و یا از آن بر می خیزد، هزار تخم از درخت فرو می ریزد و همه گیاهان گیتی را بارور می کند. زمانی بود که ما فرشته عدالت رشن را از آشیان سیمور به یاری می طلبیدیم. این هم نقل شده از یشت ها. اکنون همین وحدت و همسازی انسان و جهان جانوران، وارغن درمان بخش و سیمرغ مددکار اوستا و مفاهیم پیروزی و عدالت و تجسد این ایزدان، وارغن و سئن در هم آمیخته و به شاهنامه راه یافتند. هرچند هدف اسفندیار برای رسیدن به پادشاهی پسندیده باشد، راهی که برمی‌گزیند ناپسندیده است. او بیدادگر است که از رستم توقعی محال دارد، دستهای بسته او را می‌خواهد. اگر حقیقت زندگی تلخ است و بسیار بیدادگران پیروز بودند، آدمی آن هم در حماسه کمتر به این پیروزی رضا داده است. دست کم در دنیای خوشپرداز خیال بیدادگران باید زهر شکست را بچشند. گرچه کشنده اسفندیار نباید خود به سلامت برهد، اما اگر فرشته عدالت بخواهد
از این دو هماورد یکی را برگزیند، ناگزیر به یاری رستم می شتابد. در داستان رستم و اسفندیار نیز چنین است: دو مرغ وارغن و سهن صورتهای ایزدان پیروزی و عدالت در اوستا، پاره ای از خصوصیات اساطیری خود را به سیمرغ شاهنامه دادند و این سیمرغ که از نژاد آن ایزدان دور و گم شده است، این سیمرغ که راز تولد رستم را گشوده بود، اکنون نیز در مرگ اسفندیار که جفت او را کشته با رستم همداستان است. تا رستم پری از این ایزد پیروزی دارد، هیچ رو این تنی وی را نمیتواند کشت. ساحری دشمن باطل و زخم تیرهایش درمان است. همچنان که بذرهای درختی که آشیانه سیمرغ بر آن است، گیاهان گیتی را بارور می کند، تن مجروح پسر زال هم از پر سیمرغ جان می گیرد. وجود سیمرغ در این داستان تأویل دیگری نیز دارد. گویی یاری سیمرغ به رستم گسستن فر است از روئین تن و پیوستن اوست به پیلتن. جمشید اوستا چون دروغ میگوید، فر سه بار و هر بار به صورت مرغ وارغن که یکی از دو سلف سیمرغ است از او میگسلد و سومین بار به زور مرد ترین مردان به گرشاسب می پیوندد. اما در شاهنامه فره ایزدی از جمشید گریخت، زیرا به گیتی جز از خیشتن را ندید و جهان و هستی جهانیان را تنها از آن خود دانست. سرچشمه نگونبختی جمشید در همان غروری است که روح اسفندیار گردنکش را می آشوبد و چشم خرد او را می دوزد. از این دست هر دو یکسانند و نصیبی جز نامرادی و مرگ ندارند. و اما گرشاسب جهان پهلوان اوستاست. او در ساحل دریای فراخ کرد دیوی دریایی را می کشد. دیو طوفان را آرام می کند. اژدهایی شاخدار و پسران خاندانی دوستدار جادوان و شناویزک دیو به دست او تباه می شوند، ولی چون به آتش تازیانه می زند، روح او به بهشت راه نمی یابد و به خوابی مرگاسا می رود. آنگاه در روزهای واپسین که زهاج به قصد تباهی دنیا بندهایش را می گسلد، بر می خیزد و او را می کشد. اینجا در پانویس اشاره می کنه نویسنده که اینها از یشتها جلد اول نقل شده و برای اطلاع از روایتهای مختلف درباره گرشاسب کیانیان اون صفحه هایی رو ارجاع داده که اگر کسی بیشتر خواست به اونجا مراجعه کنه. ادامه متن. در ادبیات پهلوی نیز پیروزی های دینی این گرشاسب آمده است، اما در حماسه ملی او را نمی یابیم و جهان پهلوان رستم زابلی است. رستم از دوران پارت ها و از خانواده گودرزیان است و تدوین داستان های پهلوانی مربوط به او از اواخر دوره اشکانیان فراتر نمی رود. در پانویس اشاره شده به کتاب حماسه سرایی در ایران از نلتکه که بزرگ علوی خیلی سال پیش این کتاب رو ترجمه کرده و در ایران بارها به چاپ رسیده. اکنون این پهلوان نورسیده یعنی رستم در حماسه ملی جایگزین آن جنگاور کهن ادبیات دینی می شود و بسیاری از ویژگی های او را به وام می گیرد. گرشاسب از خانواده سام و نریمان صفت اوست و در شاهنامه رستم پسر زال، پسر سام، پسر نریمان، پسر کریمان، پسر گرشاسب است و بدین سان با چهار واسطه به خود گرشاسب می پیوندد.
رستم دو پیروزی بزرگ گرشاسب یعنی کشتن اژدها و دیو دریایی را از آن نیای خود سام می داند. رستم تاریخی و افسانه‌ای مانند گرشاسب از سرزمین سیستان است. یکی جاودانی است و دیگری عمری جاودانگونه دارد و روح هر دو در جهان دیگر سرگردان و شوربخت است. مانند وایب ایزد جنگ، گرز سلاح دو جنگاور است. بدین گونه در بسیاری از خصوصیات رستم شاهنامه وارث گرشاسب اوستا و مزدیسنا است و سرانجام آن فر گسسته از جمشید و پیوسته به گرشاسب را نیز به دست می آورد. سیمرغ نشانی دگرگونه از وارغن از آن فره ایزدی است که چون از اسفندیار جدا شد شکسته شد و چون به رستم پیوست پیروزی بدفرجام او به حاصل آمد. آنگاه که تیر گز به چشم اسفندیار رسید خم آورد بالای سر و سهی از او دور شد دانش و فرهی. گرشاسب در تنگنای دین می ماند و به فراخنای حماسه راه نمی یابد تا آنجا که در شاهنامه بیش از نامی و چند بیتی درباره او نیست و پیداست که در مآخذ فردوسی نیز از او نشانی نبوده است، ولی رستمی که سرگذشت او با افسانه شخصیت‌های اساطیری درآمیخت در سراسر دوران پهلوانی شاهنامه جای گرفت. رستم و دودمان گودرزیان احتمالاً به سبب پایداری در برابر هجوم کوشانیان از تاریخ به حماسه راه یافتند، ولی از ادبیات دینی و رسمی زمان کمابیش بر کنار ماندند. در دوران ساسانی افسانه‌های دینی و داستان‌های حماسی با وجود تداخل و پیوستگی‌هایی با یکدیگر چون دو جریان جدا ساخته و پرداخته شدند. نگاهی به گرشاسب نامه اسدی طوسی نشان می‌دهد که بیرون از ادبیات رسمی نام گرشاسب در میان مردم فراموش نشده بود، اما این گرشاسب از آن پهلوان بزرگ باز شناخته نمی‌شود. به خلاف شاهنامه که جنگ با تورانیان سراسر قسمت پهلوانی آن را به هم بافته، در گرشاسب نامه پهلوان قوی دست سبک مغز بی موجبی در هند و روم و آفریقا تاخت و تاز می کند. کتاب ماجرانامه ایست مالامال از بیان عقیده و موعظه با تار و پودی بدون پیوند و نشان می دهد که آن پهلوان اساطیر چه طبل پرهیاهوی پوکی شده بود. پس از اسلام رشته ای از جهانبینی اوستایی چون جریانی پنهان زندگی خود را با جامعی دگرگون در تصوف ایرانی دنبال کرد و رشته ای البته با تحولاتی که حاصل زندگی سالیان دراز است چون روح حماسه ملی ما در شاهنامه راه یافت. ناگزیر در دنیای اوستا نه تنها مرغان نیک بلکه همه هستی اهورایی باید به یاری نیکان برخیزد تا این نظام روشنایی در برابر دنیای واحد تاریکی بتواند بجنگد و پیروز شود. در دنیای ذهنی شاهنامه نیز طبیعی است که سیمرغ روشن روان پهلوانی روشندل را یاری کند. گویی آن فرشته‌های پیروزی و عدالت اوستا از آن این پهلوان شاهنامه‌اند که در سخت‌ترین سختی‌ها بر بال‌های مرغی روشن‌روان به یاری او می‌شتابند. افسوس که در شاهنامه برادری نیکان و همراهی جهان گرداگرد نمی‌تواند خوبان را سهراب و سیاوش و رستم و اسفندیار را از بد روزگار در امان دارد. اسفندیاری که رویندج را به چاره گشود و در هفت خان اژدها و سیمرغ و زن جادو را به چاره کشت
سرانجام خود نیز نه به زور بازو بلکه به چارگری سیمرغ جان داد. چون این نبردی در آغاز مردانه نمی نماید، زیرا رستم نه به نیروی بازو و با خطر کردن جان بلکه به مدد رازی که از آن آدمیان نیست پیروز می شود. اما با روی این تنی که هیچ تیری بر او کارگر نمی افتد چه می توان کرد؟ آخر اسفندیار نیز خود از نیروی غیر بشری برخوردار است که توانایی آدمیان در برابرش به هیچ است. رستم در نبرد نخستین هرچه می کوشید بیهوده بود. تازه آن وقتی که بر چوب گز دست یافت رزم آوران برابر شدند. هر دو پهلوان و هر یک برخوردار از نیروی همسنگ و اسرارآمیز. همچنان که دین به جوانی مقدس موهبت روئین تنی بخشید، پیروزی و عدالت در جنگی ناخواسته به یاری پیری بیگناه شتافتند. تنها در جنگ اسفندیار با رستم از روئین تنی پسر گشتاسپ آگاه می شویم. در جنگ های با تورانیان و دلاوری های هفت خان در این باره سخنی نیست. اگر در اسفندیار بیم مرگ نبود، شجاعت او چه ارزشی داشت؟ شجاعتی که بر سر جان نزند و از هیچ زخمی نهراسد و پیشا پیش بداند که به هر تقدیر تندرست از آوردگاه باز خواهد گشت و هم آوردان چگونه دل جنگیدن با کسی داشتند که هر جنگی با وی بی حاصل است و افسانه چنین رزمی چه تب و تابی برای شنوندگان یا خوانندگان داشت. اما رستم آن است که اسفندیار خود در ستایش وی میگوید ستبر است بازود چون ران شیر، بر و یال چون اژدهای دلیر. اکنون میتوان روئین تنی هماورد رستم را آشکار کرد و نخستین بار خود اوست که ما را از این راز آگاه میکند. دیگر روئین تنی است در برابر پیلتنی و این و آن هر دو پهلوان هفت خوانند. در اوستا فروهر برترین نیروی معنوی انسان و همه آفریدگان اهورایی است. اهورامزدا به یاری فروهر پاکان آسمان، زمین فراخ، فرزندان را در رحم مادران و آبها و گیاهان و راه جاوید خورشید و ماه و ستارگان را نگاه می‌دارد و به فرجام فروهرهای پاکان خود نگهدار این همه‌اند. اهورامزدا آبها را آفرید ولی روان نمی‌شدند. گیاهان را آفرید اما نمی‌روییدند و ستارگان و ماه و خورشیدی آفرید که راهی نمی‌شناختند. اهورا دست نیایش به درگاه فروهرها برداشت و آنان به یاری آفریدگار شتافتند. راه‌های زیبا را به آبها نمودند، گیاهان روییدند و اختران راه خود را یافتند. در پانویس ارجاع داده نویسنده به یشت‌ها، فروردین یشت. بدین سان فروهر پاکان، این برترین نیروی معنوی آدمیان در آفرینش، دست یار آفریدگارند. اهورا نفس آفرینش است و فروهر پاکان حرکت و تبدیل و زندگی. نخستین قالب است و دومی جوهر و شدن. گویی فروهرهای پاکان جان جهانند. اهورامزدا بدون فروهر پاکان پیکرتراشی است با جهانی از پیکرهای بیجان. خدا بدون معنویت انسان شعله‌ای خاموش و بلقوه است و انسان بی خدا نیست و ناآفریده. خدا برای خدایی و جهان برای زندگی نیازمند نیکان و پیش از همه نیازمند آدمی است. زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همی خواسته. همین استنباط از انسان و اندیشه وحدت عارفانه هستی از اوستا به شاهنامه راه یافته است. از همین افسانه فردوسی مثالی بیاوریم.
اسفندیار رو این تنیست با روحی مقدس و اندیشه مینوی، شیری جیان و کوهی جنگی، و رستم پیلتنی که 600 سال با تن و جانی هر یک پهلوانتر از دیگری زیسته است، بر دیوان و جادوان پیروز است و چون جامه رزم بپوشد سر چرخ ماه را فرود می آورد. باری این اسفندیار و این رستم بر آن نهادند که به تن خود بجنگند تا خون دیگران در جنگی همگروه ریخته نشود. به خلاف این پیمان در همان نخستین روز رزم کسان رستم فرزندان اسفندیار را می کشند. دل اسفندیار داغ دیده و خشمگین است و جنگ چنان است که رخش برای نخستین بار از میدان می گریزد و خداوندش را تنها می گذارد. چون شب فرا رسید هماوردان از هم جدا شدند تا روز دیگر باز بجنگند. اسفندیار بر جای ایستاده و رستم را که چون کشتی از رود می‌گذرد تماشا می‌کند. از دلاوری و پهلوانی او شگفتی بمانده بود اسفندیار، همی گفت که داور کامگار، چنان آفریدی که خود خواستی، زمان و زمین را بیاراستی. پروردگارا این مرد کمال مطلوب توست، همه رازهای پنهان خود را در آفرینش وی به کار گرفته ای و از برکت وجود او جهان هستی آراسته شد. این مرد همان است که فروهر او به آبها و اختران راه می نماید و گیاهان را می رویاند. اما سخن اسفندیار تنها ستایش رستم نیست، سپاس آن نقش قاش چیر دستی است که با چنین آفرینشی هست و نیست را آراست. هستی آدمی زیبایی جهان است و خدا بدون انسان چگونه میتواند آفریننده نیکی و زیبایی باشد. از همین روست که اهورامزدا دست نیایش به سوی فروهرهای پاکان برمی افرازد. و اما اسفندیار مردی است که ناروا فرزندان او را کشتند و در نبردی است با دلاوری که جنگ با او جان باختن است و با این همه اسیر کینه و خشم نیست، عزیزانش را از دست داده است و هماوردش را آن گونه می ستاید. او همان پهلوانی است که در جنگ با تورانیان همی گشت بر سان گردان سپهر، به چنگندرون گرزه گاو چهر، تو گفتی همه دشت بالای اوست، روانش همی در نگنجد به پوست. مردیست با دار و بردی به شکوه سپهر بلند و با اندامی که گویی همه رزمگاه را فرا گرفته است. تازه روح او چران است که در چنین پیکری نمی گنجد. این همان انسانی است که از ایزدان آسمانی گرفته تا کودکان در رحم مادران، همه را اهورا به مدد فروهر وی نگاه می دارد. جهان از برکت وجود اسفندیارها سزاوار هستی است. بدین سان در اندیشه اوستا و شاهنامه انسان والاتر از سپهر بلند و برتر از هستی و نیستی است. این عظمت جویی و میل به خروج از خیشتن در دیوان اوستایی و فریفتگان اهریمن نیز دیده می شود، اما تباه گونه و با سرشتی ویرانگر. اینجا یک جمله از کتاب کیانیان با ترجمه دکتر صفا هست که اونجا هم از یشت 19 بند 43 و 44 نقل شده. گرشاسب شناویزک را که مشت او از سنگ بود بکشت. این همان کس بود که میخواست بعد از بلوغ گردونه خود را از آسمان ترتیب دهد و از زمین چرخی بسازد و اورمزد و اهریمن را بر گردونه خود بندد.
ادامه متن. در این خروج عاقبت جمشید و کاووس نیز تباهی و مرگ است. در اندیشه کهن ایرانی انسان نیک با اهورای نیکی آفرین یگانه و از او جدایی ناپذیر است و اهورا نیز تنها با آفرینش نیکان میتواند زندگی یابد و وجود داشته باشد، مانند نور که در خورشید است و هر خورشید بی نوری لکه سیاهی است که نمیتواند خورشید باشد. کیفیت مفاخرات رستم و اسفندیار ناشی از درک ناخودآگاه و این گونه انسان است. در سراسر شاهنامه پهلوانان هرگز این همه خود را نمی ستایند و گفتارشان هرگز این همه به دل نمی نشیند. گشتاز پس از کشتن اژدها در روم به هیشوه واهرن می گوید: شما از دم اژدهای بزرگ پر از بیم گشتید از کار گرگ، چون این اژدها من بسی دیدم که از رزم او سر نپیچیدم. این تنها نبرد گشتاسپ است با اژدهایی. در این حال با چون این ادعایی او لافزنی است که دروغش مایه بیزاری است. اما سخن رستم و اسفندیار از این دست نیست. گفتگوی جنگاورانی است حقیقتگوی با دلی سرشار از محبت یکدیگر. چه ناگوار است مهر ورزیدن و جنگیدن. مهیای مبارزه می شوند و خود را برای جنگ می سازند، اما نه برای خون ریختن. از آن بیزارند و تا پایان بر زبانش نمی آورند. گفتگو تنها بر سر پیروزی پس از نبرد است که اسفندیار می خواهد رستم را به نزد شاه برد، او را از رنج و اندوه برهاند و از خوبی و گنج برخوردارش سازد. و رستم که هنوز دل آن ندارد تا به ناچاری جنگ گردن نهد، میگوید اگر در آشتی بسته بماند، پس از پیروزی اسفندیار را بر تخت نشانده تاج بر سرش خواهد نهاد. با سلاح مهربانی به جنگ هم می روند و تن یکدیگر را می زنند به امید آن که جان هماورد را برهاند. رستم و اسفندیار گرفتار نبردی بزرگند. رستم اگر کشته شود زابلستان و دودمانش برباد است و اگر پیروز اسفندیاری را کشته است و برای او نفرین و ابدی جاودان است. تازه همین پیروزی شوم بسیار گران به دست می آید. جنگ با اسفندیار حتی از رزم با سهراب هولناکتر است، زیرا در آنجا فقط پس از کشتن فرزند دانست چه پیش آمد و در اینجا از پیش می داند چه بلایی نازل شده است. دست زدن به چنین نبردی بی ساخت و ساز پیشین محال است، پس خود را می ستاید و رجز می خواند. به مردانگی و انسانیت او دست یازیدند. در چنین حالی او باید بزرگی و آزادگی خود را باز شناسد تا دل قوی دارد و یارای ایستادن داشته باشد. رستم پهلوانی های خود را برمی شمارد، بدین گونه آنها را باز می یابد و سراسر زندگیش را با چشم های بینا می نگرد. اکنون این زندگی افسانه‌وار در گذرگاه تاراج است و هرگز نمیتوان بدان تن در داد. آرام نشستن و تسلیم اسارت شدن ناسپاسی به انسانیت این زندگی است. پس رستم با این خودستایی میکوشد خیشتن را برای جنگ بسازد. این سلاح روح اوست. جهان پهلوانی است که سالهای دراز آنچنان زیسته است و اکنون جوانی به اغوای دیگری آمده است تا دستهای درست کار او را ببندد. پس می خروشد و سراسر زندگی بلند و بیمانند خود را باز می گوید تا سر فرود نیاورد و از زندگی خود و اسفندیار خود درگذرد و پا بر سر مردانگی و آزادگی ننهد.
مردی و آزادگی گوهر زندگی رستم است و او در غم آن است، نه در بند اندکی بیشتر زیستن. او در خشم و پریشانی پیوسته می کوشد تا به زبان خردمند ترین پیران در دل این رزماور جوان و سرسخت راهی بیابد و درهای باغ شگفت دوستی را به رویش بگشاید. کیست که خشم سزاوار او را در نیابد؟ کیست که مهربانی او را در نیابد؟ مفاخرات رستم مهربانی و خردمندی و سربلندی است و به زبان حال میگوید اگر نیکترین کسان با آزادگی شما دست یازید، به هر بهایی وی را برانید و از خود دور دارید. آنگاه که رستم فریاد برمی آورد که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. مردیست برتر از چرخ بلند که گردش روزگار می تواند جان او را بستاند، اما نمی تواند سر او را فرو دارد. او با کشتن اسفندیار از سر جانش می گذرد، ولی از سر جوهر جانش نمی گذرد. ما بزرگی بلقوه خود را در هستی رستم می بینیم. همین که آرزو کنیم چون او باشیم، به جهتی از رهسپاران راه رستگاری هستیم. خودستایی رستم ستایش مردی است که مظهر آزادگی ماست، ستایش همه آرزوهای برتری جوی و دورنگر و حماسی ماست، و چون می شنویم که بزرگی ما را می ستاید به دو دل می بندیم. دیگر ما از آن اوییم و او از آن ماست. رستم در سراپرده اسفندیار است و میزبانش به خلاف رسم جوانمردان نژاد و تبار او را تحقیر می کند. به زال ناسزا می گوید که چون نیاکانش در بندگی پدران اسفندیار کوشا بودند، کر و فر یافتند. رستم در پاسخ فقط میگوید نوجوانی و از راز کارها بیخبر، اما به دودمانش نمیتازد. تنها به این بسنده میکند که به نژاد خود بنازد و پس از ستودن پدران نامآورش میگوید همان مادرم دخت مهراب بود، کزو کشور هند شاداب بود، که ضحاک بودیش پنجم پدر، ز شاهان گیتی برآورده سر. این را میگوید تا اسفندیار بداند که او بازمانده نژادی است از سوی جهان پهلوان و از سوی شاهزاده، وگرنه به ضحاک نمیبالد، زیرا اندکی بعد از او آنچنان که در خور اوست سخن میگوید خود را به فریدون مانند میکند که ز تخت اندر آورد ضحاک را، سپردان سر و تاج او خاک را. باری رستم پس از ستایش دودمانش میگوید دگر آنک اندر جهان سر به سر، یلان را ز من جست باید هنر. هر کس به بزرگی و هنر خاندانش میبالد، اما رستم آن مردی است که یلان باید از وی هنرها بیاموزند و نژادها از هنر وی به خود ببالند. در چنین حالی حق دارد که به اسفندیار میگوید چه نازی بدین تاج گشتاسپی. اگر بزرگی نژادی در هنر اوست، رستم خود آن چیزی است که اسفندیارها میگویند پدرانشان از آن برخوردار بودند. او این حرف را بیدرنگ پس از ستایش نژادش میگوید و بدین سان در برابر هنر و پهلوانی خیش ناموری نژاد را به هیچ میگیرد. اگر اسفندیار به بلندی و پاکی نژادش میبالد، رستم خود آن خورشید بلند پاک است و در پاسخ همه سخنان تلخ اسفندیار درباره زار، زال و نیاکانش میگوید که کردار ماند ز ما یادگار. اما هنر و کردار او در چیست؟ میگوید عهد کاووس و کیخسرو دادگر دارم و زمین را سراسر همه گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم. چون من برگذشتم ز جیهون براب، ز توران به چین آمد افراسیاب.
او فریادرس دادگران و دشمن بیدادگران است، اگر چه پادشاه باشند. دیگر در برابر چنین مردی به تبار شاهی خود نازیدن بیهوده است. رستم با کسی از کشتن شاهان بیدادگر سخن میگوید که خود به فریب پادشاهی ستمکار به جنگ وی آمده است. هشداری است در پرده به دستافزار بیخبر پادشاهی زیانکار. اما اسفندیار چگونه میتواند با جهان پهلوانی پیلتن بجنگد بیان که بداند مرد میدان چنین هماوردی است؟ او نیز پهلوانی های خود را به یاد می آورد و از هفت خان سخن می گوید. بدین گونه خود را همتراز رستم می یابد و پیروزی در چنین نبردی را ممکن می بیند. سخن بر سر توجیه جنگ نیست، به شکرانه مذهب و به قصد کوتاه کردن دست پادشاهی اهریمنی از سلطنتی اهورایی به سبب عشق به شهریاری و گسترش دین بهی، به هر حال در عمل خود را توجیه کرده است. اینک برای عمل باید شجاعت خود را باز آفریند. او جوانی است داد ده و آرزومند نیکی، اما ناآزموده که دستهایش از خامی به بیداد می کوشند. او سزاوار همدردی پاکترین دل هاست. گویی انسان همچنان که ندای بیریا و راستگوی او را می شنود، می خواهد همصدا با رستم بگوید: مکن شهریارا جوانی مکن، چون این بر بلا کامرانی مکن. دل ما مکن شهریارا نژند، میاور به جان خود و من گزند. اگر تو با این همه نیک دلی از بد کار خود کشته شوی، پس بدا بر من، بدا بر رؤیاهای دلفریب من که شاید چون آرزوهای زیبای تو از بیخردی و فریفتگی به آسانی تباه گردد. چه دردناک است نیکی و بیخردی. بزرگواری به پاکی اسفندیار بازیچه دست تبهکاری چون گشتاست. مفاخرات اسفندیار ندایی است که میگوید: ای جماعت نیکان، هوش دارید و فریفته تن رویین و آرزوهای شیرین مباشید. چشمهای خرد را بگشایید، وگرنه فریبکاران شما را به کار خود میگیرند. تا دست نادانی به سوی جان مشتاق ما دراز است، درد اسفندیار همگانی است. با نیکترین آرزوها زیستن، سربلند بودن، مغرور و سپس گمراه شدن درد کسانی است که به نیکی خود دل قوی دارند و در اندیشه چند و چون کارها نباشند. در این مفاخرات رستم و اسفندیار تنها خود را نمی ستایند. در سراسر این گفتگو هماوردان با عدالت و انصافی که از آنان می سزد در ستایش یکدیگر داد سخن می دهند. در چنان زمان دشواری حریف را ستودن سبب می شود که این مفاخرات از دایره خود ستایی بسی پا فراتر نهند و به صورت ستایش انسانیت درآیند که ما نیز قطره ای از این دریاییم. به ویژه که این حریفان اگرچه دشمن جان هم نیستند، ولی خواه ناخواه وجود یکی منافی آن دیگری است. از نظرگاهی دیگر ستودن هماورد از آن است که پیروزی بر دشمنی ناچیز در خور پهلوانان نیست. برای نمودن طرز تفکر زمان چند سطری از امیر عنصرالمعالی که در دورانی نزدیک به فردوسی میزیست می آوریم. بندی در کتاب اینجا هست که نویسنده نقل کرده از کتاب مشهور قابوسنامه که
به اهتمام و تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی در اومده. اما با هر کس که دشمنی کنی، چون بر وی چیره گشتی، پیوسته آن دشمن را من کوه و به عاجزی به مردم من و مای، که آنگه تو را فخری نبود بدان چیرگی تو برو. از عاجزی و نکوهیدگی او چیره شده باشی. و اگر العیاذ بالله وی بر تو چیره شود، تو را آری و عجزی عظیم باشد که از عاجزی و نکوهیدگی افتاده باشی. نبینی که چون پادشاهی فتحی کند، اگرچه خصمان پادشاه نبس کسی بوده باشد، شاعران چون شعر فتح گویند و کاتبان چون فتح نامه نبیسند، اول خصم را قادری تمام خوانند و آن لشکر را بستایند و سواران و پیادگان را به شیر و اژدها ماننده کنند و آنگه گویند لشکری بدین عظیمی چون خداوند فلان با لشکر منصور خیش برسید، هزیمت کرد و پشت بگردانید تا بزرگی ممدوح خیش گفته باشند و قوت لشگر خیش نموده. چه اگر آن قوم منهزم را و آن پادشاه را به عاجزی نکوهند، این پادشاه را که مظفر باشد بس نامی و افتخاری نباشد به شکستن ضعیفی و عاجزی، نه در فتح نامه و نه در شعرهای فتح. اینجا به پایان میرسه نقل قول از امیر عنصر المعالی، کتاب قابوسنامه. ادامه متن: از این گذشته حقیر شمردن دشمن جنگاوران را به خواب خوش و نافرجام قفلت فرو میبرد و در چنین حالی پیروزی ناممکن مینماید. سپهدار کو چاه پوشد به خار، بر او اسب تازد به روز شکار. از آن به که بر خیره روز نبرد، هنرهای دشمن کند زیر گرد. یعنی هنرهای دشمن رو بپوشونه. و بر چنین کسی همان رود که بنا به تاریخ بیهقی بر سلطان مسعود شراب زده خفته رفت در جنگ با ترکان قز. در پانویس نوشته سلجوقیان که در این جنگ بر مسعود پیروز شدند، تیره ای از ترکان قز یا قز حالا بودند که به مناسبت سلجوق سردودمان خود سلجوقی نامیده شدند. ادامه مد: تا کنون گفتگو بر سر خصلت مفاخره بود، در پس فکر یلان بذرهای چه اندیشه ای گرماگرم کار است و ساختمان افسانه چگونه است که آنان را ناخودآگاه به این گونه سخن گفتن وامی دارد. اعتقاد دوران سراینده درباره جنگ با دشمن چه بود و چگونه این همه مفاخرات رستم و اسفندیار را آنچنان ساخت که هست. اکنون سخن از چرایی مفاخره است. چرا یلان در جنگ رجز می خوانند؟ تضاد اندیشه و عمل، جدایی جسم و روح و ایثار نفس در راه رستگاری از آن مراحل خاصی از تکامل فرهنگی ملت هاست. همیشه سقراط پس از هومر آمده است و مثنوی پس از با یادکار زریران و شاهنامه. در حماسه از سیر اندیشه انسان در آسمانهای دور و درماندگی او در میدان عمل نشانی نیست. اندیشه و عمل آدمی یکیست و بشر از طبیعت جدا نشده است. انسان حماسه خام و طبیعی است، همچنان که بذر گیاهی جانسخت برای رشد با هزار تلاش از زیر هر سنگ سر می کشد،
او نیز به ضرورت طبیعت خود و برای دست یافتن به طبیعت گرداگرد با همه نیروهای طبیعی و ماوراء طبیعی با آدمیان و دیوان و خدایان می جنگد. بهروزی این جهانی سعادت و کمال روح اوست و رستگاری او در پیروزی است. چون این جنگاوری برتری جوی، سربلند و ماجرا طلب و روح او سرراست و بی‌پرده است، به نیروی تن و روان و گاه به یاری طبیعت با مظاهر آن و گاه به یاری طبیعت یا مظاهر آن رویا روی هر مانعی می ایستد تا آن را از میان بردارد. بازوانش را می نگرد و نیرومند می یابد و در نتیجه روحش را نیز قوی می بیند. و ای بسا از تأیید طبیعتی که با او وحدت دارد برخوردار است. پس فریاد برمی آورد که جسم و جانش تواناست و بر دشمن پیروز. چون هنگام جنگ فرا می رسد طبیعی است که سد راهش را بشکند. به سزا توانایی خود را می ستاید و تیر سخن را به سوی جان هماورد رها می کند و می گوید شکست می دهد تا پیروز بماند. این است که در جنگ های حماسی و به ویژه تن به تن خودستایی همزاد نبرد است. چون خصلت مفاخره بستگی به سنن و طرز تفکر ملی یلان و ساختمان خاص هر افسانه حماسی دارد، ناخودآگاه و در هر ملت و هر افسانه به نحوی است، اما عمل مفاخره خودآگاه است و یلان حماسه پیش از نبرد دانسته و به ضرورت خود را می ستایند. بخش 13. از همان لحظه که اسفندیار بستن دستهای رستم را پذیرفت، بنا به موقع و خصال دو پهلوان، جنگ ناگزیر و هستی هر یک منافی آن دیگری شد. آنگاه که به هم می رسند، یکی آرام است و یکی پرخاشجوی و هر دو مهربانند. اما جنگ کینه یا بهانه‌ای می‌خواهد که اسفندیار نمی‌یابد. رستم تا اسفندیار را می‌بیند از اسب فرود می‌آید و سپس او را به میهمانی می‌خواند، ولی اسفندیار چون سر جنگ دارد نمی‌پذیرد، وگرنه یا نباید بجنگد یا اگر جنگید به نان و نمک میزبان ناسپاسی کرده. پس رستم می‌خواهد که خود میهمان شود و دیگر اسفندیار شرم دارد که این خواهش او را نپذیرد، اما بعد پشیمان می‌شود و به برادرش می‌گوید به ایوان رستم مرا کار نیست و را نزد من نیز دیدار نیست. همان گر نیاید نخوانمش نیز، گر از ما یکی را برآید قفیز. دل زنده از کشته بریان شود، سر از آشناییش گریان شود. اسفندیار دوست ندارد که حتی اگر به دست رستم کشته شد، به سبب حق دوستی دل پیلتن از کشتن او بگرید. درست به خلاف گشتاسب که دو سالی میهمان رستم بود و در حق نان و نمک و مهربانی های او آنچنان کرد که می دانیم. در هر حال رستم بیهوده در انتظار فرستاده اسفندیار میماند و سرانجام نمیتواند آرام گیرد. دلواپس است و باید هرچه زودتر بداند که ماجرای او با اسفندیار به کجا میکشد. به نزد وی میشتابد. پس از گفتگوی بسیار دیرگاهی میگذرد، خوان مینهند و رستم میهمان اسفندیار است. آیا آن سخن اسفندیار اینک در حق رستمی که سرانجام میزبانش را میکشد درست در میآید و رستم ناسپاسی از نژادی ناپاک است؟ نه، اسفندیار برای جنگ آمده و میداند که بنا به اراده وی انجام کار چیست. پس نه خواهان میهمانی است و نه میزبانی و از هر چه در دوستی بگشاید گریزان است.
اما رستم در هر پیوندی چنگ میزند تا دست ستیزه را کوتاه کند. میخواهد مهر نان و نمک را بیافریند و می آفریند. اگر او در چنین تکاپویی نبود، جا داشت که در انسانیت و پاکی نژاد خود تردید کند. کاری است که اگر اسفندیار بدان دست زند پلیدی است و اگر رستم بدان دست زند دست نزند پلیدی است. استنباط و درک آن استاد حکیم از انسان جامد و تغییر ناپذیر نیست. او حالتهای متضاد آدمی را در موقعیتهای مختلف و عکس العملهای متفاوت اشخاص مختلف را در موقعی یکسان خوب می شناسد. در جایی زال رستم را به فرار برمی انگیزد و در جایی راه فرار او را می بندد و در کار میهمانی رفتار رستم و اسفندیار به خلاف یکدیگر است و هر دو ناگزیر و آنچنان که باید. باری چون رستم به نزد اسفندیار می آید تا بداند که چرا کس در پی او نفرستاده، برای نخستین بار لحن کلامش دگرگون می شود. تا پیش از این همه مهربانی بود و بزرگ داشت، اما از این پس گلایه و درشتی است و آنگاه که در کنار اسفندیار می نشیند خشمگین است. و اسفندیار چون لب به سخن می گشاید، دودمان رستم را نکوهش و یل سیستان را تحقیر می کند. مفاخرات دو هماورد با نرمی و درشتی و فراز و نشیب بسیار آغاز می گردد. جنگ در می گیرد و تازه آنگاه که خیشان رستم در محیط زود خشم آوردگاه به خلاف پیمان دو فرزند جوان و بیگناه اسفندیار را می کشند، او موجبی برای ریختن خون رستم می یابد و به وی می گوید بر جان خود بیمناک باش که تو را به رخش می دوزم تا دیگر بندگان در اندیشه جان خداوندان نباشند. اما در این حال نیز می افزاید که وگر زنده مانی ببندمت چنگ، به نزدیک شاهت برم بیدرنگ. بخش 14. جنگ رستم و اسفندیار تن به تن است. بقیده رستم عدالت در آن است که بیهوده سپاهیان را به کشتن ندهد. اگر مردی به قصد نام و ننگ او به زابلستان آمده، نباید جان دیگران را هدر کرد. به برادرش زواره می گوید به تنها تن خیش جویم نبرد، زلشگر نخواهم کسی رنج کرد. کسی باشد از بخت پیروز و شاد، که باشد همیشه دلش پرز داد. و سپس به اسفندیار میگوید اگر تشنه خون ریختنی، بگو تا سپاه آورم که بجنگند و سیراب شوی و خود کناره کنیم. پاسخ اسفندیار به طعنه رستم چنین است: مبادا چون این هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهم، خودن در جهان تاج بر سر نهم. اگر رستم یار و دستگیری می‌خواهد، گو بیار و با این مبارز تنها بجنگ، وگرنه هرگز مباد که پهلوان هفت خان به خاطر خود دیگران را به کشتن دهد. و این جنگی است با بیزاری تمام از کشدار. شاهزاده شومبخت بران است که همه خلق یکسره نهال خدایند، هیچ نبرکن تو زین نهال و نبشکن. انگار که گودرز به خونخواهی سیاوش و 72 فرزندش که به دست تورانیان کشته شدند بر پیران ویسه دست می‌یابد. داد خود از آن دشمن بزرگ را می‌ستاند، سپس گرچه خون او را می‌نوشد ولی بر درندخویی خود غلبه می‌کند. به خلاف رسم زمانه نمی تواند سر دشمنی را که دستش از دنیا کوتاه است ببرد. درفشی برمی افرازد و سر کشته را در سایه آن می نهد
تا اگر در زندگی نتوانست در مرگ بیارمد. چون این گفت گودرز که ای نر شیر، سر پهلوانان و گرد دلیر، جهان چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. فرو برد چنگال و خون برگرفت، بخورد و بیالود روی شگفت. ز خون سیاوش خروشید زار، ستایش همی کرد بر کردگار. ز هفتاد خون گرامی پسر، بنالید با داور دادگر. سرش را همی خواست از تن برید، چنان بدکنش خیشتن را ندید. درفشی به بالینش بر پای کرد، سرش را بدان سایه در جای کرد. اکنون که این زنده پیروز با آن کشته مغلوب از بیمهری ایام سخن میگوید، گویی میخواهد به وی تسلیتی گفته و روح او را آرامشی بخشیده باشد. پس از آن همه بیداد که بر گودرز رفته، باز هم نیکی و آشتی از ژرفای قلب او سر بر می کشد. علت بیشتر جنگ های تن به تن شاهنامه همین گرامی داشتن جان کسان و پرهیز از ریختن خون دیگران است. در پانویس آمده به قصد جلوگیری از خون ریختن، هماوردان در شاهنامه بارها از جنگ همگروه دوری می جویند و به جنگ تن به تن می پردازند و رجوع داده به یک صفحاتی که به این موضوع اشاره می کنه. ادامه متن: و نیز تنها در چنین جنگی دلاوری مبارزان آزموده می شود و این گیرودار بسی حماسی تر از جنگ همگروه لشکریان است. بخش 15. فردوسی در بیان و توضیح هیچ یک از شخصیت‌های افسانه رستم و اسفندیار سخن نگفته است، فقط چند جایی چند بیتی در بیان اندیشه رستم به اسفندیار دیده می شود. جز این دیگر هر یک از آنان در جهان ناگزیر عمل و به ویژه در برخورد با یکدیگر خصال خود را می نمایند، مگر پشوتن که ناصحی مشفق است، اما در حاشیه حوادث. گویی وجود او بیشتر به کار آن می آید تا در گفتگوی با وی چگونگی اسفندیار نموده شود. گشتاس در پادشاهی و جنگ و در برابر اسفندیار، و اسفندیار در جنگ و گفتگو با پدر، مادر، برادر در مقابله با رستم، و سرانجام رویاروی مرگ خود را می شناساند. همچنین است حال رستم، زال، بهمن و مادری چون کتایون. مثلا آنگاه که در نخستین دیدار رستم و اسفندیار به هم میرسند، رستم بیدرنگ از رخش فرود می آید و سپاسگزار آفریدگار است که از نعمت دیدار اسفندیار بی نصیب نمانده است و به سراپرده خود دعوتش می کند. این مرد فروتنی است مالامال از مهرورزی. اما اسفندیار فقط در پایان سخن رستم پا بر زمین می نهد. او خودکامه ایست مغرور. تا پایان رستم چون آینه ایست که می توان اسفندیار را در آن نگریست و بالعکس. در سراسر افسانه بسیاری از این نمونه ها می توان یافت که در گفتگو از زال، بهمن، اسفندیار و کتایون و رستم نموده شد. هر هنر بزرگ فردوسی در نقاشی پهلوانان نیست، در نمایش آنها به هنگام عمل و در گرمگاه حوادث و نیز در پیوند و یگانگی جدایی ناپذیر آنان است با
جریان و دگرگونی زندگی. به همین سبب گویی انسان ضربان نبض و تپش قلب این قهرمانان را در رگ‌ها و حرکات زنده آنان را در پیکر پذیرنده خود احساس می‌کند. در ساخت و پرداخت افسانه قرینه‌سازی شگفتی به کار رفته است. دو نیروی سیال و بند گسل از دو جانب ناگزیر به هم می‌رسند و تصادم آنها چنان است که هیچ یک بر جای نمی ماند. در جانبی اسفندیار است و در جانبی رستم. یکی رو این تن است و دیگری آگاه از رازی مرگبار. هر دو برخوردار از موهبتی بیرون از دست رس بشر. در کنار اسفندیار برادری خردمند و دلسوز است و در کنار رستم پدری ناصح و مهربان. هر دو هنر و گوهری همانند دارند و در مفاخرات هر یک نه تنها خیشتن بلکه هماوردش را بر می کشد تا آنجا که هر دو مرد سر به آسمان بلند می سایند. و آنگاه که پس از پیمان شکنی و مرگ ناروای نوشازر و مهرنوش آن یل فرزند مرده نیز سزاوار انتقام گرفتن است، آنگاه که مبارزان هر یک از جهت خود در گیرودار جنگی درستکار و دادگر است و هر دو به پیروزی خود یقین دارند و عاقبت آنگاه که آنان به فرازگاه انسانیت خود رسیدند از آن بالای بلند به خاک می افتند و دست بیگذشت مرگ فرود می آید. اسفندیار در آستانه فصل 16 اسفندیار در آستانه مرگ حقیقت کلی و جهانی است. خردمندی بیناست، فارغ از تعصب دین و شهوت شهریاری. گویی آنگاه که چشمهایش جاودانه فرو بسته می شود درست در همان دم ناگهان چشم دلش گشوده می گردد. در چنین زمانی همه دل مشغولی های زندگی گذران ناچیز است. در برابر ابدیت مرگ یا به هنگام گذر از زندگی که تن و روان باید چون ریگی در ژرفای زمین خفته و خاموش بماند، ای بسا که آدمی از همه خواست ها و آرزوهای زشت و زیبای این جهانی آزاد باشد. تا کنون همیشه همین خواستها و آرزوها بود که با وجود او یگانه بود. همان وجود او بود. هر داوری چنین وجودی بنا به سرشت خود، جانبدار، خودنگر و خصوصی بود و جز این نیز نمیتوانست باشد. اما اکنون اقیانوس تیز شتاب و پرخاش جوی مرگ ناگهان فرا میرسد تا قطره ای را در امواج ناپدید کند. دیگر فقط نامی است و یادی. اسفندیار از همه انگیزه های زندگیش دور می ماند. با دیدگانی باطن بین چگونگی زندگی گذشتهش را که در کار گذشتن است می بیند. هرچه از آن او بود جدا می شود و تازه می تواند چون ناظری آنها را بنگرد و چگونگیشان را دریابد. راز زندگی او در آستانه مرگ گشوده گشت، آنگاه که از رو این تنی رهایی یافت و مردی شد چون دیگر مردان. این سیلاب تیز گذر تنها اکنون فرصت آن یافته است که آنی درنگ کند، پس پشت خود را بنگرد و راه رفته را باز بیند. آنچه را می دانست و نمی توانست اینک می بیند. دیگر صحبت دانستن نیست، دیدن است. وحدت دانا و دانایی است، یقین است. و چون از خیشتن خود رهیده است، نه به خاطر خود و درون چهار دیوار هستی خیش، بلکه در آفتابی که خود پرتوی از آن است نظر می کند و می بیند از کجا آمده و با چه دستی به کجا رانده شده است و دست ستمکار گشتاسپ را می شناسد و به رستم می گوید بهانه تو بودی پدر بود زمان نرو بهانه تو بودی پدر بود زمان
نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان، مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم که از این پس بود نیم روز. بکوشید تا لشگر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم برنج. دیگر نه جنگیست و نه جنگاوری، یک دم از ابدیت برادروار مردگان است در جهان پرستیز زندگان، دشمنان دوستند. در دنیای پدرسالاری پدر خداوند خانواده و پسر مداومت و دنباله زندگی او، چیزی از آن اوست. تبار و دودمان از آغاز تا انجام زندگی واحدی دارد که هر فردی پاسدار نام و بقای آن است. چه نیکوتر از پهلوان جوان که گردد به فرزند روشن روان، چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش. به گیتی بماند ز فرزند نام، که این پور زال است و آن پور سام. بدو گردد آراسته تاج و تخت، از آن رفته نام و بدین مانده تخت. در دنیای چنین معتقداتی اسفندیار یادگار خود بهمن را که از جاماسب شنیده است پس از وی پادشاه خواهد شد به رستم می سپارد. او تداوم و آینده زندگیش را به مردی می سپارد که راه زندگیش را بست. اما او نه همان فرزند را، بلکه فرزندی را که شهریار آینده است به رستم وامی گذارد. پس اسفندیار که جان بر سر پادشاهی نهاد، از کسی که خار راه سلطنت او بود می خواهد تا پاسدار پادشاهی فرزندش باشد. بدینسان او عشق و امید خود را به سلطنت در دستهای رستم می نهد تا آن را نگاه دارد. نه از این بیشتر چیزی دارد و نه از رستم دوستر کسی. نگهداری زندگی دیگر خود را از کسی می خواهد که همکنون زندگی را از وی گرفته است. دوستی شگفتی است پایدارتر از زندگی دوستان. در این آشتی حقیقت پیروز است و حقیقت چیزی است درست به خلاف آنچه اسفندیار میپنداشت. اندرس‌های اسفندیار به رستم از آغاز تا انجام کلام خردمندانه مردی است که تا کنون کلام خردمندان را به هیچ میگرفت، ولی این آخرین سخنان اسفندیار تمام معنای زندگی او را دگرگون میکند. مردی در زندگی یلی دلاور و مقدس بود و در مرگ خردمند، حقیقت بین و دلیرتر از زندگی. اسفندیار دارای چنان روح شجاعی است که در این دم آخر نه تنها همه زندگی خود را دگرگونه می‌بیند، بلکه آن را به زبان می‌آورد. این توانایی در دیدار و گفتار از آن مردی است که جان او از تن او دلیر تر است. مرگ اسفندیار به عظمت حقیقت است. درست برخلاف گشتاسب که حتی در آستانه مرگ از زبونی زندگی رهایی نیافت و در حصار پولادین خیشتن خود محبوس ماند. خورشید زندگی رو این تنی که بلند آسمان بر زمین میزند، به یک تیر که زمانه آن را به چشم اسفندیار رساند تاریک شد. اما همین انسان زخم پذیر و زود شکن، همین شکار گرفتار مرگ و بازیچه روزگار هوسکار، می تواند چون رستم شاهنامه از جان خود بگذرد و شوربختی دو جهانی را بپذیرد، اما سر فرود نیاورد و دست به بند ندهد. دیگر چون این مردی شکاری بی اراده و چشم به راه نیست تا تیر تقدیر فرود آید. شکاری است که زمان خود را می سازد، به اراده مرگ را بر می گزیند و به جانب بیداد شکارچی می شتابد. به خلاف معمول دیگر شکارچی است
که بی اراده و منتظر چشم به راه شکار دارد تا چون عقابی فرود آید. بنا به آن ضرب المثل پهلوی که میگوید در مرگ مردی باید، مردانه مرگ را در خود میگیرد و بر آن چیره میگردد. این حماسه دردناکی است که انسان دانسته خود را فدا کند تا بماند و در اینجاست که مرگ آغاز است نه انجام. بخش 17. درد کار رستم و اسفندیار در بزرگی و پاکی آنهاست و بخلاف آن اندیشه کهن ایرانی در این افسانه از جنگ اهورا و اهریمن نشانی نیست. این جنگ نیکان است. هر دو مردانی اهورایی اند. یکی گسترنده جنگاور دین بهیست اما فریفته توانایی خود و فریب دیگری، و آن یک پهلوانی است که عمری بس دراز به مردانگی ایزدان با دستیاران و سپاهیان اهریمن جنگیده است. اگر چشمهای دورنگر ایمان اسفندیار اندکی حقیقت بین بود، بازی شوم پدر را در می‌یافت و می‌دید که پادشاهی هرچند برای گسترش دین اهورایی از این راه که او می‌رود به کام اهریمن است و خرد او بازیچه دلیری تن نمی شد و خرد او بازیچه دلیری تن نمی شد و اگر رستم نه آنچنان که هست بلکه اندکی اهل روزگار و بازیهای حقیر آن بود و به مصلحتی چند روزی دستی به بند می داد، شاید کارها به خوشی و شادکامی به فرجام می رسید. اما نه این است و نه آن. اسفندیار تنها در غم پادشاهی خود نیست، او به راستی خواستار رستگاری رستم است، اما نه به بهای آنکه رستگاری خود و دین بهی را ندیده گیرد. اگر رستم دست به بند دهد، سپه سالاری و دار و برد شهریار جوان از آن اوست. در نظر اسفندیار رستگاری جان و تن رستم در همین است. رستم نیز خواستار رستگاری خود است، اما از نظرگاه وی رستگاری نیست مگر در مردانگی و آزادگی. همچنین رستم در آرزوی رستگاری اسفندیار است، اما نه به بهای تحقیر خود، همچنان که اسفندیار نیز بیتاب رستگاری خیشتن است. هر دو با هدفی یگانه به راهی دوگانه می روند و ناچار به جان هم می زنند. آدمی بنا به تقدیر، سرشت و سرنوشت اجتماعی خود در این آشفته بازار، بازار جماعت جایی دارد. اما اینکه جای او کجاست و در چه وضع و موقعی است، خود در ساختن سرشت و زندگی او اثر اساسی دارد. یکی بر فراز است و دیگری در فرود و هر یک درون مرزهای خود. حتی از آنان که همسایه و در ردیف یکدیگرند و زندگی همانندی دارند، هر کس اسیر روابط، عقاید، تصورات و خصایص خیش است. هر یک آوای دیگری را با گوشهای خود می شنود و با معیارهای خاص خود می سنجد و او را نه آنگونه که هست بلکه آنسان که به دیده می آید می بیند و ای بسا که دیگرگونه در می یابد. چه نادرند کسانی که پیوسته در جستجوی راه یافتن به دیگران در کار گسستن بندها و فرو ریختن زندان خودند تا به محدودیت‌های فراختری دست یابند. بگذاریم از اینکه جهان شخصی هر کس چگونه ساخته می شود. آنچه هست این است که هر کس یا گروهی با جهان نامحدود درون خود در چارچوب تنگ اجتماع به سر می‌برد و بنا به وضع و سرشت خود آن گونه عمل می‌کند که جز آن نمی‌تواند. آنگاه که فراوان است برخورد غم‌انگیز پاکدلانی تیز رفتار که در تنگنای زندگی اجتماعی هر یک به جانبی می‌شتابند. آیا آنان که در جنگ‌های دینی و عقیدتی با صفای باطن
خون پاک باخته هماوردان خود را ریخته اند، قاتلانی از سپاه ابلیس و آرزومند نیستی انسان بوده اند. ای بسا مالامال از شوق رستگاری انسان در آتش خون بنی آدم می سوختند. همچنین از کار نسل‌های گوناگون، پدران و فرزندان که در پیله خانواده‌ای گرد آمده اند و گذشت ایام از هم جدایشان کرده است. هر یک به خلاف و در معارضه با دیگری راه خود را می رود و درست می رود، حرف خود را می گوید و درست می گوید، اما راه و سخن یک دیگر را در نمی یابند. اندیشه هر یک برای آن دیگری بیگانه است و هرچه به اندیشه و عمل نسل خود صادق تر، برخورد و جدایی شدیدتر. و چه بسیارند عاشقان معشوق و معشوقان عاشق، پاک بازانی زمینگیر و مطلق طلب که اسیر زندان عشقند و در آرزوی بی‌نهایت و به سبب تضاد درمان ناپذیر میان دنیای خشن و زشت واقعیت و جهان بیکرانه و دلفریب رویا نه با یک دیگر سازگارند و نه حتی با خیشتن خود، پس ناگزیر با درد و افسوس سراچه دل را به سیل فراق می سپارند. جدایی دلگزای دلدادگان در عشق که انسان خوبتر و زیباتر از آن چیزی نیافریده است. بیهوده نیست که آدمی پیوسته در تلاش پیوند بوده و هست. عوامل جدایی بی نهایت است. انسان زمانی در برابر قدرت بیکران طبیعت است و زمانی در برابر اجتماع. گاه زبون احساسات و نیروهای درونی و سرکش خیش است و گاه در پیکار با دیگرانی از خوب و بد. اما شاید از همه دردناکتر آن است که خوبان رویاروی بایستند و یکدیگر را با تیرهای کشنده نشانه کنند. افسانه رستم و اسفندیار همین جنگ بدفرجام است که در آن جان هر دو مبارز تباه می شود. رستم در جنگ با اسفندیار پیروزمندی نامراد است که بعد از زمان کوتاهی مرگ و رنج جاودان پس از مرگ نصیب اوست. پیروزی او بر جهانی است که با ساخت و پرداختی تبهکار می‌خواست انسانیت او را ناچیز و بی‌مقدار کند. در آثاری چون رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب، جنگ تباه کننده جان خوبترین خوبان است و هیچ یک از رزم‌آوران پیروز نیست. پیروزی هم‌آوردان در نبودن جنگ است، در نجنگیدن. بخش 18، در واقع بخش آخر کتاب. به زبان فردوسی زمانه است که پیمانه عمر آدمی را پر می کند. اگر زمان اسفندیار نرسیده بود، رستم چگونه می توانست جان او را بستاند؟ سیمرغ به رستم می گوید گریدون که او را سرآید زمان، نه اندیشد از پوزشت بیگمان. و زمانه است که آن تیر گز را درست به چشم اسفندیار می رساند. رستم نیز همین را می داند و می گوید زمان ورا در کمان ساختم، چو روزش سر آمد بینداختم. در پانویس نویسنده آورده که در شاهنامه چاپ مسکو این بیت چنین آمده: وریدون که او را بیامد زمان، نیندیشی از پوزش بدگمان. که چون معنای روشنی نداشته و نداره، این بیت رو از شاهنامه چاپ بروخیم همینطور آورده: زمان ورا در کمان ساختم، چو روزش سر آمد بینداختم. ادامه متن: زمانه بر هر که از مادر بزاد پیروز است. بناب مذهب اسفندیار بیمرگ است و بناب افسانه پیروان همین مذهب هیچ اسفندیاری را از مرگ رهایی نیست.
چون زمان رفتن اسفندیار فرا می رسد، همچنان که جاماسب گفته بود، زمانه جان او را به دست رستم می ستاند. در این جنگ جاوید میان نیکی و بدی، زمانه چیزی است جاویدتر و تواناتر از اهورا و اهریمن. زیرا آنگاه که نتواند چون اسفندیاری را در نبرد با بددینان اهریمنی به هلاکت رساند، جان رستگاری جوی او را به دست مردی اهورایی می ستاند. تقدیر زمانه و آرزوی گشتاسپ که در مرگ اسفندیار این هر دو یکیست، به دست بیگناه رستم به انجام می رسد. گشتاسپ مرد پیروز و رستم افزار دست این زمانه، جهان، روزگار، چرخ یا سپهر ناشناختنی و بیدادگر فردوسی است که راز رازها در نهانخانه او پنهان است. زمانه چنین بود و بود آنچه بود. بیداد زمانه در آن است که مردی چون رستم را در جایی می نهد که ناچار و ناخواسته دست به خون اسفندیار بیالاید و خود را دردمند دو گیتی کند، تا در این میانه گردش سپهر کجرفتار به مراد دل گشتاسپ باشد. بدی را کزو هست گیتی به درد، پرازار از او جان آزاد مرد، فراوان بر او بگذرد روزگار، که هرگز نبیند بد کارزار. شوم است دردناک و شوم است، اما آن امیدی که چشمهای نزدیک بین ما را می فریبد و پاهای خسته من را از رفتن باز می دارد، هرگز مباد. چون این امیدی سرچشمه نومیدی های تلخ و خاکستر نشین است و مرد آن است که چون رستم بی چشم داشت پاداشی شیرین و زود انسانیت خود را پاس دارد و نقش های زمانه دشمن خوی و مهیل را بر آب ریزد. مردان است که چون اسفندیار یارای دیدن حقیقت جانگزای را داشته باشد، اگرچه با این کار تمام زندگی خود را نفی کند. دست دوستی به سوی کشنده درستگار خود دراز کند و به دینسان دست جانشکار روزگار ترار را پس زند. مردان است که در زندگی و مرگ از پای ننشیند و اگر در زندگی نتوانست، در مرگ دست از ستیزه باز ندارد، که این موهبتی دردناک و سزاوار انسان است. زمانه بر آدمی پیروز است، اما امکانات انسان بی نهایت است و می تواند به بهای نفی خود بران چیره گردد تا در مرگ تواناتر از زندگی باشد. آخرین جمله کتاب یک بندی هست که از سفر داوران باب 16 کتاب مقدس تورات نقل کرده آقای مسکوب. و شمشون گفت همراه فلسطینیان بمیرم و با زور خم شده خانه بر سروران و تمامی خلقی که در آن بودند افتاد. پس مردگانی که در موت خود کشت از مردگانی که در زندگیش کشته بود زیادتر بودند. متشکرم آقای رحیمی و ممنون از شنوندگان عزیز که همراهی کردن ما رو در خوندن این کتاب، همونجوری که چند بار هم اشاره کردم، کوچک اما بسیار ارزشمند و زیبا. حتما توصیه میکنم بعد از شنیدن این مقدمه بر رستم و اسفندیار، حتما دوستان داستان رستم و اسفندیار رو هم از خود شاهنامه بخونن، داستانی که یک مقدمه زیبا و غم‌انگیزی هم داره. در واقع فردوسی میگه کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پرخروش و
زمین پر ز جوش، خنک آنک دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ، مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر بلی گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. شب تیره بلبل نخسبد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گرا، چو از ابر بینم گر ابر ببخشید. ندانم که عاشق گل آمد گر ابر، چو از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران هژبر. بدرد دل و گوش قران هژبر. که بعد داستان رو شروع میکنه. ز بلبل شنیدم یکی داستان، که برخواند از گفته باستان، و همینجور داستانهای بعدی. این یکی از مقدمه های زیبای فردوسی هست. برای هر داستانی، دوستانی که شاهنامه رو خوندن یا شنیدن میدونن که یک مقدمه کوتاهی فردوسی نوشته. شاعرهای دیگه هم البته همین کار رو میکردن. مثلا نظامی در داستانهای هفت پیکر در مقدمه یک اشارهی به وضعیت خودش، زندگی خودش میکنه. اینجا هم فردوسی زمانی هست که خب اوضاع احوال خوبی گویا نداره، به خاطر اینکه فردوسی دهقان بوده. دهقان به معنی مالک‌های حالا نه خیلی بزرگ، بلکه دهی داشتن و تو اون نظام فئودالی اون زمان، و جزء طبقات نسبتاً مرفه بودن. ولی خب گاهی اونا وضعشون بد می‌شده. فردوسی به خصوص که همه چیز رو گذاشته بوده کنار و فقط دنبال سرودن شاهنامه بوده، این زمانی هست که خلاصه افسوس میخوره بر اینکه نمیتونه سر یه گوسفندی رو ببره. و حالا که بهار شده، خوش به حال اونایی که درم دارن و نقل و جام و نبید. ولی انقدر این انسان بلند نظر بوده، انقدر این شاعر بزرگ ما انسانی و زیبا و مهربان دنیا رو نگاه می کرده، که میگه مرا نیست فرخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست. میگه من اینا را ندارم، ولی اونایی که دارن خوش به حالشون. و بعد همینجوری که باز شنیدیم، من دریغم اومد که این مقدمه زیبا رو نخونم در این چند دقیقه فرصتی که داریم. با در اون وزن و با اون واژه‌ها و کلام حماسی، وصفی که از طبیعت میده فوق‌العاده ظریف و زیباست و متناسب با خود داستانی که میخواد بگه. در اون بخش‌های دیگه هم همینطوره. شاید جا داشته باشه، میدونین تحقیق و پژوهش در مورد شاهنامه خیلی شده، در مورد مثلا چندین کتاب، در مورد زنان در شاهنامه، در مورد خرد در شاهنامه، نگاه فردوسی به قدرت، به عدالت و همینجور چیزهای دیگه خیلی کار شده. ولی من تا حالا ندیدم که کسی بیاد و مثلا در مورد این مقدمه های داستان های فردوسی یه پژوهشی بکنه یا کتابی بنویسه. و
به هر حال اینم میتونه یکی از موضوعهایی باشه که اونایی که وارد هستن اینها رو بنویسن، به جای اینکه کتابهایی ترتیب داده بشه که متاسفانه می انجامه به یک نگاه نادرست، به جرأت میتونم بگم شوینیستی، اینکه حالا ما هی فقط افتخار بکنیم به گذشتمون و بعد از اون طرفم بزنیم تو سر مردم دیگه و ملت‌های دیگه. فکر می‌کنم بیاییم و ارزش‌های درست معنوی اینجور آثار رو بهش بپردازیم و به نگاه انسانی و آزادی خواهانه و آزاد یه حکیم، به درستی لقب حکیم به فردوسی دادن، کسی که حکمت میدونستی که واقعا برای خودش فیلسوفی بوده، اون نگاه رو بشکافیم و ببینیم که چطور به دنیا نگاه میکرده و چقدر در بازآفرینی این داستان ها. اینا داستان هایی بوده که در اون کتاب شاهنامه یا خدای نامه نوشته شده، جمع‌آوری کرده بودن به نصر، فردوسی اینا رو به نظم درآورده، ولی فقط کارش این نبوده که منظوم کنه اون داستانها رو، بلکه فکر خودش، اندیشه خودش رو هم در اونها میگنجونده و به خصوص اون فرم و شکلی که به این داستانها میداده. و مثلا همینجوری که آقای مسکوب در این کتاب یادش گرامی باشه اشاره میکنه، یکی از مهمترین نکته ها رو در مسئله نمایشنامه نویسی یا داستان نویسی یا کلن هنرهای این گونه بیان میکنه، و اون اینکه تو فقط تعریف نمیکنه، بلکه شخصیت ها رو در مورد شخصیت ها حرف نمیزنه، بلکه شخصیت ها در عمل و کنش خودشون معرفی میشن به خواننده. رستم و اسفندیار، فردوسی نمیشینه بگه این کی بود، چی بود، چه جوری فکر میکرد، اینها در ارتباط خودشون، در همون که گفته میشه عمل خودشون، کنش خودشون، خودشون رو معرفی میکنن. و این چیزی هست که مثلا ما که فاقد هنر نمایشنامه نویسی و تئاتر بودیم، حالا به دلایلی که بماند و همون زمانهای قدیم مثلا یونانی ها بودن، در نمایش های مثلا سوفوکل یا اوریپید یا نمایشنامه نویسی های دیگه که بعدها هم ادامه پیدا میکنه، در واقع شخصیت ها میان و با روبروی هم قرار گرفتن و داستان رو پیش بردن و اون کنش های خودشون، خودشون رو معرفی میکنن. فردوسی هم خیلی هنرمندانه این کار رو انجام میده. بیشتر میشه در این زمینه ها حالا حالا ها میشه صحبت کرد، و به خصوص اون گفتگوها یا به قول اهل فن دیالوگ هایی که این آدم ها دارن، شخصیت های مختلف دارن، و اون ریزه کاری ها قابل توجه هست.